به خدا سلام عرض کنم خدمتون جلسه سوم از مشکل دیتا ویس هست که در خدمتون هستیم در جلسه پیش ما یه مقدمه راجع به گفتیم دیتا مدل رو معرفی کردیم و یه تاریخی از انواع دیتا هایی که وجود داشت رو گفتیم راجع به ریلیشنی ریلیشن یکم صحبت کردیم معرفیش کردیم و ادامش مون برای این جلسه سعی می‌کنیم تو دو جلسه ای که پیش سر هم هم ضبط می‌کنم براتون قرار میدم بحث دیزاین لاجیکال دیتابیس یعنی دیزاین از دید دیتا مدل یعنی اینکه من میدونم دیتا مدلم ریلیشنه میخوام برای دیتا بیس ریلیشنال دیتا بیس دیزاین کنم و با دید ریلیشنال دیزاین میکنم این میشه دید لاجیکال اینا سعی کنم تو دو جلسه خدمتتون بگیم میشه مبحث نورمالیزیشن محاسبه کلید و از این دست صحبت ها در می میپرزیم به بحث سعی میکنم اونم تو یک یا دو جلسه هم خیلی سریع فیلم های راجع به ریلیشنشیپ یا همون مباحث کانسپچوال مدلینگ یعنی دیزاین دیتابیس یا مدل کردن یک سیستم برای دیتابیس مون تو مرز فارغ از بحث دیتا مدل یعنی دیگه بحث من دیگه بحث ریلیشن و لینک لیست و گراف و اینا نیست من فارغ از دیتا مدل دیزاین میکنم بعد حالا میبرمش در قالب دیتا مدل و در انتها هم سعی میکنیم که یه پروسسی رو خدمتون بگیم پروسس درستی نیست ولی خیلی پروسس روی یه پروسس تاپ داون اپروچی که بیسش هم رو آنالیزه که ما میایم ابتدا سناریویی که بهمون میدن برای دیزاین دیتابیس رو تبدیل بکنیم به یک سری نمودارهای ای ER. آر یعنی هم مبحث کانسپچوال مدلینگ بعد اون نمودارها رو تبدیل کنیم به ریلیشن و ریلیشن ها رو نرمال بکنیم میشه لاجیکال دیزاین و بعد از اینکه Normalization رو انجام دادیم خروجی کار رو تبدیل بکنیم به جداول و پیاده سازیش بکنیم که میشه فیزیکال دیزاین که بعد از اینکه این سفاز رو بگیم از شما یه تمرین میخوایم که یه سناریوی براتون بنویسیم اونو با استفاده از همین سفاز دیزاین بکنید و بعد از اینکه دیزاین کردید خب ما رو همون اون دیتابیسی که شما دیزاین میکنید کوری نویسی و آموزش میدیم که سعی میکنم این جلسات خیلی سریع براتون قرار بدم چون این رو ریویوه و حالا قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید سعی کنید این لکچر هایی که براتون قرار میگیره رو باز کنید و اینا رو بخونید و اگر احساس میکنید که این موارد رو بلد هستید و نیاز به یادآوری و مرور و این صحبت ها نیستش خب نبینید اینا رو رد کنید و ولی اگه نه احساس میکنید که مباحث یادتون رفته و خوب یادآوری بشه ببینید ولی اینا بس ما نیست و میگم فقط تنها بخشش بحث اصلی ماست که دیگه ما جدی میخوایم وارد دیزاین بشیم فعلا چیزی که دارم میگم ریویو متاسفانه چون دانشگاه ما دانشگاه یکی بچه بچه‌ها مواسه رو بعدش که یاد میگیرن ولش میکنن نمیرن سمتش و ادامه نمیدن ریویو نمیکنن یادشون میره بیشتر این ما سعی میکنیم که خب به حال این یادآوری داشته باشیم براش خب ما بحثمون رو با ریلیشن دنبال میکنیم ما جلسه پیش یک ریلیشن این شکلی بهتون معرفی کردیم یه مثال گفتیم فرض مثلا ما برای شرکتی یه اداره میخوام دیتابیس دیزاین بکنیم یک اینتیتی توی اون شرکت کارمنده ایمپلوی و میخوایم مشخصات این ایمپلوی رو در قالب یک ریلیشن ذخیره بکنیم اطلاعاتش حالا کامند چه صفاتی داره خب یه شماره کارمندیه که خود سیستم براش تعریف میکنه نه من یعنی خود سیستم مثلا ما توی سیستم و میایم به کامنده شماره میدیم خودمون تولید موجود. حالا یا بعضی وقتا این تولید این مثلا شماره کارمندی شماره دانشجویی شماره پرسنلیه بر اساس سی سری قواعد غباد و قوانین خاصه مثلا اولی سال ورود طرفو میزنن و این صحبت ها یا نه همجوری گلخی و این صحبت ها به این شماره هست تو سیستم هم هست دست دیتابیس نیست وجود داره و یک نام کارمندی ایمپلوی آدرس من خدا کجا زندگی میکنه و حقوقی که میگیره مثلا و ما اینو تبدیلش کردیم به یه جدول بعد معرفی کردیم گفتیم ریلیشن چه ساختاری داره به هر کدوم اینا میگفتیم یه اتریبیوت بعد ارزم خدمتتون به کل هر کدوم این ستون‌ها یک کالم یا یک دومین گفته میشه چون ما گاهی اوقات اصطلاحات جدولی و ریلیشن قاطی میکنیم هیچ ایبی هم نداره منتها مرتب بس هوشیارانه بریم جلو که آقا این کاری که من دارم میکنم بدونم که این جدول نیست این ریلیشنه و با ریلیشن بشن و گفتیم به هر کدوم از سطح های این ریلیشن هم یک تاپل گفته میشه ان هم میتونیم بگیم و یا حتی سطح یا رو ارزم خدمتون هر کدوم از این ولیو هم یه تاپل وریبل بعد راجب کاردینالیتی که تعداد سطح های یک جدول هست صحبت کردیم راجب دیگری یا تعداد ستون های جدول صحبت کردیم و اسم ریلیشن هم که به حال ایمپلوی هستش دو تا مفهوم میمونه که ما شروع میکنیم اینا رو کم کم باش با آشنا شدن اولین مفهوم مفهوم کلید هست یا کی که شما قطعا توی درس دیتابیس راجع به شنیدید ببینید کلید رو نمیشه الان خیلی دقیق و واضح و شفاف معرفی کرد چون تعریف کلید یه تعریف ریاضیه و ما اصطلاحا کلید رو موقع دیزاین دیتابیس محاسبه میکنیم یعنی اینطور نیستش که بنده بیام کلید بسازم مثلا من خدا بود کلی ساخت گفت میام آباد میکنم نشود ما این کارو نمیکنیم خب ما دنبال کلید نیستیم یعنی اینطور نیستش که مثلا من من دیزاینر بگم خب کو کلید کلید نیست من کلید میسازم یه دونه ستون میزنم اتو اینکریمنت مثلا یا از این بازی ها باقا. نه ما کلید را محاسبه میکنیم خب اما این کلید رو ما چند تا جمله رو جوش بگیم که راجع اون مفهومش و اون ماهیتش یه شهودی به دست بیاریم و سپس اونجا که رسیدیم با اون مباحث ریاضی بهتون میگم که چوری کلید محاسبه میشه و شما باید به عنوان دیتابیس دیزاینر کلید رو محاسبه اما کلید چیه ببینید ما یه بحثی که داشتیم این بود که گفتیم ریلیشن تاپل تکراری نداره و خب جدول ما پس در نباید سطری توش تکرار بشه و ما نباید دو تا دو سطر داشته باشم که عین هم باشم مثلا شما فرض کنید که اگر تو همین جدوله یک سطر دیگه بود مثلا با این مقادیر یک بعد دیپاک اسم این بنده خدا بعد پیون پون و ده هزار خب ببینید اگر من این سطر رو وارد این جدول بکنم اصطلاحا مفاهیم علم ریلیشنال رو زایه کردم و دیگه نمیتونم با دید ریلیشنال برم جلو و دیگه این ریلیشن چون ریلیشن نباست سطر تکراری داشته باشه نباست تاپل تکراری داشته باشه و خب اینجا هم ما داریم میبینیم که این تاپل مثلا میخواد تکرار بشه نباز بشه و نباست اجازه دید. خب منطقه یه بحثی که هستش اینه که خب شما ممکنه ببینید که تو این ستون ها گاهی اوقات یک سری چیزها تکرار میشه مثلا من الان بخوام یه نمونه براتون مثال بزنم مثلا حالا تو این جدول شانس شما هیچی تکرار نشده ببینم توی این مثال هم چیزی هست تکرار شده باشه مثال خوبی انتخاب نکردم الان براتون یه مثال میارم خب من یه سری مثال بهتر رو بردم کتاب سیبر برای شما شما مثلا فرض کنید که ما سناریوی می سناریوی دانشگاهیه بنده باعث اطلاعات یه سری ها ذخیره کنم یکی از انتیتی های من معلمین هم انسترکتر. یه سری از اینتیتی های من دپارتمان دانشکده ها من مثلا دانشگاه فیزیک، ریاضی، کامتر، بایولوژی و یه سری از اینتیتی های من خود اون کورس ها و درس های هستن که ارائه میشن و خب اطلاعاتشون مثلا شما به این صورت داخل جدول قرار داده شده مثلا یک اینستراکتور اطلاعاتش داخل یک چنین جدولی قرار میگیره آی یعنی شماره اون اینستراکتور کد مدرسی به اصطلاح اسمش تو دپارتمانی که عضو هست و حقوقش خب شما مثلا اینجا میبینید که دپارتمان میتونه تکرار بشه خب من میتونم این نفر داشته باشم تو دپارتمان فیزیک مثلا فیزیک ببینید شما هم اینجا مثلا گلد هم انستاین مثلا اما یعنی خودمونه یا مثلا شما تو دپارتمان فایننس میبینید که مثلا هستن دو نفر مثلا اینجا تو دپارتمان فایننس هستن و خب کلمه فایننس و فیزیکس داره تکرار میشه و خب این به این معنی که دپارتمان نیم اون چیزی نیست یعنی ما دنبال یک فیلد یا ترکیبی از فیلد ها میگریم که جلوی تکرار رو بگیره خب یعنی اون فیلد یا ترکیبی از اون فیلد ها هستن که تضمین میکنن ما هیچ تاپل یا سطر تکراری نداریم قطعا دپارتمنت نیم به تنهایی اون فیلد نیست چون اگر نگاه بکنید میبینید که تکرار شده خودش وقتی تکرار میشه چطور میتونه تضمین بکنه که آقا من تنها ستونی هستم که تو کل این جدول تکرار نمیشم یا ترکیب من با یک ستون دیگر یا ستون های دیگر و ترکیب ما ترکیب چند ستون ما تضمین میکنیم که ترکیب ما هیچ در ریلیشن تکرار نمیشود خب این بعد اینو تضمین بکنه ما دنبال یک چنین فیلدایی میگره که اصطلاحا اینا میگیم کلید کاندید یا اصطلاح پرایمری کی کلید اصلی ما جلوتر پرایمری کی رو با ریاضیات معرفی میکنیم و به تو یاد رو میتونید به دستش بیارید با ریاضیات و اینم هم بهتون میگم که ما تو دنیا ریلیشنال تئوری چیزی به اسم پرایمری کی نداریم حالا جلوتر میفهمید چرا این اصطلاحی که دیتابیس سازها دی بی ام سازها مطرحش کردن و به وجودش آوردن ولی پرایمری کی در از اون ستون یا ترکیبی از اون ستون هاست که دو تا ویژگی داره یک نال هیچ وقت نمیتونه بشه یعنی من هیچ وقت نمیتونم یک سطری داشته باشم که اون ستون یا ترکیبی از اون ستون ها نال داشته باشن خب حالا مثلا توضیح میدم یا دومین خاصیتی که پرایمری کی داره اینه که نواز تکرار بشه یعنی دوپلیکیت نواز بشه خب الان مثلا شما میبینید دپارتمنت نیم شرط دومو نداره برابری نمیتونه پرایمری کی بشه یا مثلا فیلد سالری توی جدول من نمیتونه تو پرایمری کی باشه چرا چون مثلا میگم من اینجا حقوق 8000 دلار دارم 8000 دلار دارم اینجا هم حقوق 8000 دلار دارم متوجهید و این تکرار شده و این تکرار طبیعی هم هست مثلا من یه نفر یه هستم به جدولم اضافه بکنم اونم 95000 حقوق او بگیره حالا الان ندارم ولی ممکنه در آینده بیاد پس سالری نمیتونه پرایمری کی باشه اما نیم چطور نیم به نظر میاد توی جدول ما میتونه کل کاندید باشه به این خاطر که هیچ شخصی اسمش تکرار نشده اما تو دنیای واقعی اینطور نیست ما چند نفر داریم که مثلا اسم کوچیکشون محمده فامیلیشون هم محمدی خب محمد محمدی نمیتونه مثلا چند تا داشته باشیم چرا میتونه داشته باشیم مثلا تو همین دانشگاه خودتون دو تا استاد روحانی داریم نمیدونم میدونید یا نه امیر حسین روحانی که این درستونه و یکی هم محسن روحانی خب مثلا اگه مثلا من روحانی یا ذخیره بکنیم روحانی دوباره تکرار میشه پس نمیتونیم اسم رو هم کلید بگیریم اما آیدی یا شماره مدرسی میتونه کلید باشه چرا چون ما هر شخصی که میاریمش توی شرکت مثلا یا توی این حالات سنوی ما رجوع دانشگاه هی. ما هر شخصی که استخدام میکنیم بهش یک شماره یونیک میدیم اصطلاحا یک شماره ای که فقط متعلق به این شخصه من به واسطه این شماره فقط به یک شخص میرسم وقتی میگم فردی توی سیستم من کد مدرسیش ده ده یکه فقط من رو به یک شخص میرسونه نه چند تا کی؟ آقای مثلا سیرنی تو کامپیوتر ساینس مثلا دپارتمان کامپیوتر ساینس رو کام. پس آیدی اینجا کل اصلیه و نال هم نمیتونم بذارم چرا نمیتونم نال بذارم؟ به اینکه داپلیکیت میشه اگر من اجازه بدم مثلا تو فیلد آی دی ولیو نال بشینه خب مثلا دو بار نال بشینه نالا تکرار میشه دیگه پدرنچ یه جورای نال حالت خاص داپلیکیت حالت خاص داپلیکیت چون اگر اجازه شما بدی این ستون نال بخوره میتونه چند تا نال تکرار بشه و داپلیکیت بشه این مفاهیم من, من که دارم که خیلی دارم با سرعت و سطحی توضیح میدم اینه که با شما خوندید اینا رو تو درس دیتابیس من فقط دارم مرورش میکنم و امیدوارم که حالا توضیحاتم کافی و جامع باشه باز اگه احساس میکنید که خیلی نیاز دارید که بیشتر از این حتی وارد مفاهیم بشیم و اینا نداره بگید ما ویدیوهای کلا مثلا تدریس دیتا بیس درست کنیم راجع به این قسمت ولی خب فکر میکنم تا حدی یادتون اومد که تعریف ما کل اصلی چی بوده چه خواصی داشت اینا یا مثلا یه مثال دیگه بزنیم تو ما دپارتمان داریم درسته خب مثلا ما دپارتمان بیولوژی داریم کامپیوتر ساینس اما اصلی اینه که یک دانشگاه نمیتونه دو تا دپارتمان یک اسم داشته باشه ما دو تا دپارتمان کامپیوتر نداریم یکم یک, دپارتمان کامپیوتر داریم هر دانشگاه اینجوریه بنابراین این دپارتمان نیم تکرار نمیشه اما بیلدینگ چطور میتونه تکرار بشه چرا من توی یه ساختمون مثلا اسمش هست پینتر دو تا دپارتمان دارم فایننس اند هیستوری مثلا دانشگاه آزاد جنوب همینطوریه مثلا دپارتمان کامپیوتر شما توی یه ساختمونه درسته ولی مثلا تو ساختمون یک هم دپارتمان شیمی هستم، عمران هستم، هم برق هست یه ساختمون هم اینا همه دپارتمانشون اینه بودجه ای هم ایم که میدم میتونه آقا مثلا من به چه من به یه دپارتمان 90 هزار به یه دپارتمنت دیگه هم 90 هزار تومان بدم اینا میتونن تکرار بشن اما دپارتمان نیم هیچ تکرار بشه و دپارتمان نیم پرایمری کیه نال هم نمیتونه بخوره آی دی هم تو این جدول همین خاصیت رو داره و توی جدول دیگر من یعنی کورس آی یعنی جدول کورس هم به همین صورت هست مثلا هر کرسی یه درس داره مثلا خودتون هم همینجوری دیدید دیگه مثلا چه می‌دونم اگر شما کنم 73 سی کد درس سیستم عامل 73 32 اگر شما کنم آز سیستم عامل 72 32 هم اگر شما نکنم آز دیتابیس حیف سیستم حالا همینجوری در میاد حالا خارجی‌ها چیکار می‌کنن یه حروفی هم می‌ذارن اولش مثلا این بیو که می‌نویسه که تو بفهمی آقا مثلا بیو 101 یعنی یه درسی مال دپارتمان بیولوژی خب یا مثلا بیو 301 یه درسیه توی دپارتمان فلان بنابراین این کورس آیدی اینجا هیچ وقت تکرار نمیشه چون نمیشه یه دپارتمان دو تا درس یکی داشته باشه نه ما یه دیتابیس داریم حالا دانشگاه خودتون نگاه نکنید چند تا دیتابیس داره اینجا ایران اینا یعنی کنه میکنه با جایی که اصول و قانون داره ولی جایی که اصول قانون هست اصلا حتی ممکنه دو تا درس یه درس باشه با دو تا آیدی مختلف میشه مثلا شما دارید دیگر یعنی یه دیتابیس دارید برای بچه مهندسی دیتابیس هست مثلا برای بچه آی تی خب اونورم تو ام آی تی هم چیزی هم مثلا من سه تا کورس دیدم راجع به کوانتوم کامپیوتیشن با سه تا آی دی مختلف حالا دلیل اینکه این آی دی مختلف داره اینه که مال دپارتمان‌های جدا مثلا شما یه دپارتمان آی تی داری که یه درس دیتابیس رو میده یه دپارتمان مهندسی داری که اونو می درس دیتابیس رو میده و ولی کورس آی دی تکرار نمیشه بنابراین این کورس آی دی اینجا کلید اصلیه و شما هیچ جا نمیتونی کورس آی دی البته اینجا کورس آی دیش تکرار شده درسته یه کورس اینجا تکرار شده یه کورس اینجا تکرار شده خب خیلی خوبه مثال خوبیه خب حالا پس کورس اینجا کلد کاندید نیست یعنی کلید پرایمری مون هم نیست دلیلش چیه دلیلش اینه که اینجا تکرار شده CS101 تکرار اس 101 تکرار شده cs اس تکرار شده سی اس 319 تکرار شده چه میدونم یعنی ارزم به خدمتتون آیدی تکراری درس داریم خب سوالی که پیش میاد اینه تو مثالای قبلی ما ستونی داشتیم که هیچ وقت تکرار نشه و اون ستون میشد کل اصلی اما توی این مثالی که آوردم همین جوری بدون اینکه اصلا بخونمش و چقدر خوب شد این مثال آوردم تو این مثال چی کلده اصلیه آیا کورس آیدی که نبود سکشن آیدی هست نه یک ده بار تکرار شده سیمستر هست نه تکرار شده یر هست تکرار شده بیلدینگ تکرار شده روم نمبر تکرار شده تایم اسلات تکرار شده پس چی کلده؟ اصلیه تو این جدول اینجا اونجایی است که ما بایستی بریم بگردیم یعنی بگیم که آقا یه ستونه نیست کلید اصلی این جدول تک ستونه نیست ترکیبی از ستونهاست هاست خب بریم ستون رو با هم ترکیب بکنیم ها بریم ببینیم ترکیب کورس آیدی و سیکشن آیدی آیا کلید اصلی این جدول هست اگر یکم دقت بکنید می‌بینید نه سی اس 101 عدد یک CS 101 عدد یک و همینطور که میبینید ترکیب دو تا ستون کورس آیدی و سکشن آیدی هم میتونه تکرار بشه دلیلش چیه؟ خیلی واضحه اصلا شهودی به این مثلا فرض کنید 101 درس ساختمان داده است خوبه؟ درس ساختمان داده است خوب درس ساختمان داده, است. خوب؟ درس ساختمان داده چند تا کد چند تا سیکشن داره مثلا ما بهش میگیم کد درس مثلا وقتی 10 تا درس مثلا وقتی موقع انتخاب واحد میریم 10 تا درس ساختمان داده لیست شده خب مثلا سه تا پرند اخلاقی داده 10 تا مثلا نه پنج شوشو مثلا عزت دوست داده دو تا مدعوف هر کدوم یک سیکشن آی دارن اما معمولا هم از صد شروع میشه دیگه که بشه 100 101 ما بهش میگیم کد کلاس اینا بهش میگیم سیکشن آی خب خب فرض کن درس ساختمان داده ارائه میشه اولین سکشنش هم میخوام میشه سکشن یک تو فال 2017 میتونه دیگه خب همین ساختمان داده اسپرینگ 2018 هم ارائه بشه سکشنش هم یک پس کورس آیدی و سکشن آیدی تو این جدول تکرار میشه کاری ندارم این دیزاین دیزاین درستیه یا نه که درست نیست خیلی دیزاین بدی این جدول حالا شاید همین جدول رو من براتون بیارم تو بحث دیتابیس دیزاین جایی صحبت بکنیم که چه مشکلاتی داره همین جوری ورش داشتم آوردم خواستم یه مثالی بزنم که کل کان... پرایمری کی رو بفهمید پس کورس آیدی و سیکشن آیدی میتونن اصلا تکرار بشن درسته؟ اما سیمستر چطور؟ یعنی بگم کورس آیدی، سکشن آیدی و سیمستر باز هم میتونه تکرار بشه اینجا متاسفانه تکرارش نکرده ولی مثلا من یه دونه این به جدول اضافه میکنم که شما ببینید تکرار میشه خب ببینیم عزیز دل مثلا فرض کن من سی اصد رو اضافه کنم سکشنشم هم یک کنم فال دو بیست. خوبه بیلدنگش هم همین اصلا من پینتر بذارم رومش همین 514 بذارم تایم اصلاحش هم بی بذارم همینجوری خودم وارد کردم این دیتا دیتای غلطی نیست به چند دلیل یک میتونه وجود داشته باشه یعنی درس سی استد و یک ساختمان داده است تو پاییز 2020 ببینید سیمستر سامر و فال و اسپرینگ دیگه سامر که همین ترم تابستون خودتونه فال نیم سال اول اسپرینگ نیم سال دومه دو خب فال یعنی پاییز نیم سال اول 2020 درس ساختمان داده سکشن اولش هم ارائه شده تو ساختمون پینتر، اتاقش هم همینه، تا میسازش هم همینه. هیچ مشکلی هم نداره. سطری هم تکرار نشده. چرا؟ چون مثلا این سطر، خب، با این سطر مثلا چون من 2020ش فهم کنه این 2020 بیس این 2010، اتاقش فهم می‌کنه. من سطر تکراری من وارد نکردم. اما کُرس آی دی، سِکشن آی دی و سیمستر تکرار شده. پس چی به سه ست تا ستون هم توی این جدول کاندید نیست؟ اما بریم سراغ یک ستون دیگه بریم یک ستون دیگه اضافه کنیم یر چطور من میتونم به شما تضمین بدم که اگر یر رو هم اضافه بکنیم ترکیب این چهار ستون کل اصلی است چرا چون نمیتونه تکرار بشه بیاید یکیشو تکرار کنیم مثلا من بیام سی اس 101 یک فال 20 20 رو تکرار بکنم درسته خب به نظر شما حتی ایناش هم فرق بکنه یعنی مثلا من بگم بیلدینگ مثلا چه میدونم پکارد روم نامبره مثلا حتی پکارد 101 تایم اسلاتش هم مثلا باشه سی هستن خوبه اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه آیا یه شنین چیزی میتونه وجود خارجی هستن داشته باشه یعنی درس ساختمان داده توی یک ترم و یک سال مثلا نیم سال اول 2020 با یه سیکشن دی رو بشه نه یه وقتی نف... من یه دونه دیگه بخوام درس ساختمان داده تو همون تم ارائه بدم سیکشن آیدی شو عوض میشه میشه دو همونطور که مثلا شما تو درس تو لیست انتخاب واحدتون دیدید مثلا میری صد درس ساختمان داره برداری کد درس هیچ درسی با هم برابر نی. مثلا آقا کد کلاس مثلا کد کلاس مثلا شما میری مثلا چنام این نمیشه کد کلاس مثلا شما میرید چنام نام آقا 100 صد... مثلا پرنده 101 هم پرنده تو یه ساعت دیگه ولی دو تا صد نداریم پرند اخلاقی باشه اصلا نمیتونه باشه خب چون دو تا کلاس ارائه شده پر هر کد کلاس فهم میکنه اینجا همینه من نمیدونم یه کلاس رو ارائه بدم یکیش تو این یکیش تو اون ساختمون که خیلی بی‌معنیه برای همین نمیتونه اگرم بخوام یه دونه سی اس صد یکی دیگه ارائه بدم تو همون تر تو همون ترمی که هستم آنگاه مجبورم چیکار بکنم یکی دیگه ارائه بدم یعنی یه سیکشن آیدی دیگه مثالش اینجاست ببین cs 319 فرض کن درس دیتابیس جفت این دو تا صد نگاه کن 2018 اسپرینگ نیم سال دوم 2018 ارائه شدن ولی سکشن ها فرق میکنه مثلا اولیش روحانی ارائه داده دومیشو درویشی ارائه داده اوکی پس ترکیب کورس آیدی سیکشن آیدی سمستر و یر اینجا تکرار نمیشه مونت تای مرد ممکنه پیش خودتون بگید که آقا شما داری بر اساس یه سری مفاهیم یلخی کلیدو تعیین میکنی. یعنی احساس می‌کنی هیچ قاعده و قانونی نیست یعنی خب مثلا میگی هی می‌گردی ببینی چی تکرار نمیشه اینا شانست هم خوبه میتونی پیدا بکنی من میگم درست حرفت خیلی هم درسته همه اینا رو با مو با ریاضی بگیم مو توی ابتدای کاره و هنوز شما مفاهیم ریاضی یاد نگرفتی چند ساعت یه ساعتی که با من بیاید جلو و مفاهیم یاد می‌گیری و کلید رو می‌بینی چقدر راحت ما با ریاضیات محاسبه می‌کنی بدون اینکه حتی دیتا ولیو ها رو بدونی مثلا تو این جدول شما این چند تا سطر داری ما بدون اینکه این که سطر رو داشته باشیم محاسبه می‌کنیم خب من خاصا primary رو بهتونی توضیح بدم که نمیتونه پنال باشه duplicate هم نمیتونه باشه میتونه یه ستون باشه یا ترکیبی از ستون ها توی این جدول الان نگاه کنید EID کلیک کنید و تکرار هم نمیشه employee number یه سری قوانین رو دنیای رولیشن ها که بهشون میگن integrity rule اولیش همین بود primary key or a part of it in any relation cannot be null یعنی حتی مثلا اینجا که ترکیب چهار تا ستون یعنی کورس آیدی سکشن آیدی سیمستر و یر کلید کاندید ما بود کلید اصلی ما بود این چهار تا ترکیب این چهار تا ستون پرایمری کی ما بود جزء کلید هم نباید نال بشه جزء کلید یعنی چی مثلا سکشن آیدی جزء کلیده چون جزئی از کل کلیده ترکیب سکشن آیدی و سیمستر جزء کلیده چون کل کلید چی میشه کورس آیدی سکشن آیدی سیمستر و year. یر به تنهایی جزء کلیده سیمستر و یر جزء کلیده سیکشن آیدی سیمستر و یر ترکیبشون با هم جزء کلیده کورس آیدی سیکشن آیدی سیمستر ترکیبشون با هم جزء کلیده اما کورس آیدی سیکشن ID آی سیمستر و یر ترکیبشون کاملا با هم میشه کلید و تعریف جزء کلید هم فهمیدیم حالا تو کلید کاندید تو کلید پرایمری مون اگر کلید ترکیبی بود یعنی ترکیبی از چند ستون بود جزء کلیدش هم نمیتونه نال بشه حالا هر نوع جزء کلیدی که داره چه یه ستونه چه دو ستونه چه سه ستونه که حالا تعداد بیشتر دیگه ها اونا که کلداشون تعدادش بیشتر حالا اگر بتونه نال بشه چه موزلی پیش میاد مثلا همین سیکشن آیدی اگه نال بشه من میتونم با یو 101 نال وارد بکنم با یو 101 هم دوباره نال وارد بکنم تکرار بشه خب اینا هم اینن بذارم اینه هم اصلا مشکل همین بود دیگه مثلا اینجا من خب از میخوام یه لحظه یه مشکل پیش یه لحظه برم قطع کردم دورو اینجا این کار بودم که سیکشن آیدی اگر نال میشد مشکل ما درست بودیم، این من الان میخواستم چیکار بکنم سی اس 101 وارد بکنم که حتی ایناش هم یکیه یعنی مثلا آقا حتی بیلدینگ هاشون هم یکی ببین من چه اینا رو پاک کردم اینا رو پاک من توی این مثال خواستم یه سی اس 101 وارد بکنم توی فال بیس بیس درسته که بگم تو همون تم یه درس ساختان داده دیگه میخوام ارائه بدم موتور مرتب گفتم سیکشن آیدیش دیگه نمیتونه یک باشه بیلدینگش هم فکر کنید هم... فکر کنید اینه. یعنی پینتر حالا روم روم نمبرش رو 513 و اینا خب ترکیب اینا قرار بود کلید کاندید من باشه درسته من اگر سکشن آی دی نال میتونستم وارد بکنم جفت اینا رو نال میذاشتم و کلید تکرار میشه پس شما حتی اگر بیای جزء کلید رو هم نال بکنی این احتمال رو به وجود میاری که کلید داپلیکیت بشه و کارو خراب کنی پس جزء کلید نمیتونه نال باشه کل کلید هم که نمیتونه نال باشه این نکته ای بود که تو اولین اینتگریتی رول میخواست بگه پس من اینا رو پاک کنم برشون گردونم به همون حالتی که بودن اما مثال دوم ریفرنشیال اینتگریتی رول ریفرنشیال اینتگریتی رول رو من با یک مثال خدمتتون توضیح میدم شما فکر بکنید مخ... یعنی ما برای اینکه بتونیم مثلا این ریفرنشیال رول رو تعریف کنیم نیاز داریم با یک کلید دیگه آشنا بشیم که بهش میگن فارن اینها ها اینجا براتون فارن کیل خارجی که قطعا تو درس دیتابیس باش مواجه بودید یه یادآوری خیلی سریع فقط بکنیم خب ما تو اون سناریوی ادارمون که کارمند داریم خب ما لیست کارمندا رو ذخیره میکنیم و دپارتمانایی که اون کارمندا داخلش کار می‌کنن خب مثلا دپارتمانا بگید دپارتمان اکانت حسابداری کامپیوتر الکتریکال سیویل و دپارتمان هایی که به این, شو... به این صورت داریم و هر کدام یه آیدی داره حالا من جدول ایمپلوی هامو دارم یکی از صفاتی که ایمپلوی های بنده دارن اینه که خب بعد بگم تو کدوم دپارتمان دارن کار میکنن بنابراین چیکار میکنم میام از جدول دپارتمنت کلیدش رو کلید کاندیدش رو کلید اصلیش رو پرایمری کی که دپارتمان آی دی رو میارم توی این جدول قرار میدم و ارزم به خدمتتون موقعی که هر کارمندی رو میخوام مشخصش رو تو جدول ایمپلوی وارد بکنم توی این ستون هر دپارتمانی که اون کارمند داره کار میکنه رو آیدیش رو میذارم مثلا من کارمن کارمند دارم آمیت آیدیش یک شیش هزار پول میگیره تو دپارتمان اکانته پس اینجا تو دپایدی آیدی, آیدی اکانتو رو میذارم یعنی یک ای یک کارمند دیگه دارم سامیته ده هزار دلار پول میگیره این تو دپارتمان کامپیوتره پس تو دپارتمان آیدیش چیکار میکنم آیدی دپارتمان اونو میارم میذارم و به همین صورت میاد پایین حالا کلید کاندید پس فارنکی تعریفش اینه که به صفتی گفته میشه به صفت یا ترکیبی از صفاتی از یک جدول که تو جدول دیگر کلید اصلی الان دپارتمان آیدی توی جدول ایمپلوی هست توی این جدول اصلا کلید نیست حتی میتونه نال بشه حتی میتونه تکرار بشه هیچ مشکلی هم نداره ولی همین دپارتمان آیدی توی جدول دیگه کلیده این میشد کلید خارجی پس کیلد خارجی هم میتونه نال بشه هم میتونه تکرار بشه و توی یه جدول دیگری هم کیلد اصلیه حالا دپارتمان آیدی میتونه نال بشه مثلا من یک کارمن تازه استخدام کردم ساندیپ چهار هزار دلار بهش پونده اما هنوز مشخص نکردم بره تو کدوم دپارتمان خب تا مشخص بشه فعلا جاش نال میذارم هر وقتم مشخص شد پرش میکنم تکرار هم میتونه میشه من 10 تا کامنت توی یه دپارتمان داشته باشم خود دپارتمان آی تکرار بشه مون توی رفرنشیال اینتگریتی یه بحثی داره بحثش چیه بحثش اینه که میگه آ توی اینجایی که دپارتمان آی دی کلید خارجیه ولیوی که میگیره باید حتما تو اون جدولی که دپارتمان آی دی توش کلید اصلیه وجود داشته باشه یعنی چی ببین من اینجا میخوام وارد کنم یک ای یکی ای باید وجود داشته باشه کجا تو اون جدول اصلیه یعنی دپارتمان تو اون جدولی که دپارتمان آیدی توش کلید کاندیده کلده اصلیه که اینجاست خب یکی ای وجود داره پس یکی ای یه مقدار واقعی من میتونم اینجا بهش رفرنس کنم یا مثلا من یه کارمند دارم دپارتمان دویسی دپارتمان دویسی باید واقعی باشه بعد وجود داشته باشه تو کجا جدول دپارتمان که بتونم اینجا به اینجا رفرنس کنم اما چهار F و موقعی که وارد میکنم این غلطه چرا؟ چون من دپارتمانی که آیدی شهار اف باشه ندارم کجا ندارم؟ تو جدول دپارتمان تو جدولی که دپارتمان آیدی که لسلیه من اینجا ندارم چهار اف پس این غلطه اینجا ارور میده خود دی بهت بهت اجازه نمیده که این کارو بکنی چهار F رو وارد بکنی و این غلط میگه چرا غلطه میگه ریفرنشیال اینتگریتی رو نقض کردی پس ریفرنشیال اینتگریتی حرفی که میزنه اینه که آقا ولیوی که کلید خارجی میگیره بایستی توی اون جدولی که کلید اصلی هست وجود داشته باشه دپارتمان آیدی اینجا کلید خارجیه تو دپارتمان هم کلید اصلیه ولیوی که تو کلید خارجی میخوام بذارم باید اونجایی که تو کلید اصلیه وجود داشته باشه یک آ وجود داره دو سی وجود داره خب چهار اف وجود نداره سه اف وجود نداره پس اینا غلطن و من نواس واردشون بکنم حالا اینجا اوره که فقط بهتون توضیح بده که غلطه ها نمیشه This is not allowed because فلان که کلشو گفتیم خب این دومین دو اینتگریتی رولی بود که خدمتون گفتم سومیش دومین کانسترینت دومین کانسترینت چیه این بحث مربوط میشه در اصل به اون فیزیکال دیزاین یعنی زمانی که من میخوام جدول رو تو دیتابیسم هم بسازم پیادهش کنم خب شما موقعی که این کارو میکنید برای ستون تو دومین در نظر میگیرید مثلا شما میگی ای آی دی چر چهار یعنی چی یعنی آقا ای آی که من دارم وارد میکنم میتونه تا چهار کرکتر وارد بشه و جنسش هم باید کرکتر باشه که کرکتره دیگه یکم یک کرکتره دو هم یک کرکتره هیچ مشکلی هم نیست یا نیم شما میگی کرکتر وارد بشه تا 20 تام وارد بشه خب اینا هم همین کرکتره تا 20 هم از 20 که کمتر مشکلی نداره ایج اینتیجر باشه دو باشه خب تا دوتا میبینی اینجا داده مثلا منفی 18 میگه آقا منفی 18 نمیتونه وارد بشه چون ما سن منفی مثلا نداریم البته اینجا یه چک هم گذاشته ها اینجا برای دیگه چک هم گذاشته میشه چک ایج بزرگتر از 18 یعنی چک کن درست منفی 18 خودش یک اینتیجره یه یعنی عدد صحیحه اما این چکی که ما اینجا میذاریم اینو بررسی میکنه که آقا ایجی که وارد میکنی به بالای 18 باشه مثلا این حساب کارمنداست من کارمند زیر 18 سال که استفاده نمیکنم که یا رو بزرد دقیقا داشته باشه مثلا 18 سال شده باشه یا تو سالری شما سالری رو جنسش رو گذاشتی اینتیجر عدد عدد صحیح اینجا زده ABC ABC که اینتیجر نیست نه؟ پس اینجا به شما چی گیر میده این گیر رو اصلا هم بهش میگیم چی دومین کانسترین یعنی آقا این ولیو تو دومین تعریف شده قرار نداره بحث بعدی کی کانسترینت هست که میگه که کلید اصلی ما باید یونیک باشه ولیوش و خب ما را جوی صحبت کردیم دیگه اینجا فقط یه مثال خیلی ساده بوده مثلا گفته ای آی دی که کلید اصلیه دو دو بار تکرار شده پس این ولیده نباس اتفاق بیفته که خب ما چون دیگه بحثشو کردیم زیاد روش وای نمیسیم بحث بعدی تاپل یونیکنس کانسترینت هست که میگه که آقا نباس سطح تکراری داشته باشیم یعنی دو سامیت 19 نباس عینا تکرار بشه که شده پس اینجا الو نیست ناتلو اجازه نداره در آخرم یه مثال براتون آورده دو تا جدول ریلیشن R ریلیشن S که توی ریلیشن R A کلید کاندیده تو ریلیشن S D کلید کاندیده و گفته که کانسترینت هایی که بالا معرفی کردیم روشون توضیح بده خب اینا انتگریتی رول اولو ندارن چون مثلا A نال خورده نواس نال بخوره کی کانسترینت رو ندارن تکرار شدن جفتشون چه میدونم سطح تکراری دارن اینا هم سطح تکراری داره حالا راجع به دومین هم بحثی نمیبینم چون را اصلا راجع به دومینش صحبت نکرده ولی بله خب اون اون کانسترنت که بالاتر راجع صحبت کردیم اون میونه که دو تا جدول اینن کدوم به اون صورت ندارن و جدول بدی هم هست خب ما دیگه پس آقا با مفهوم ریلیشن و چیستیش خیلی خوب آشنا شدیم هم کلید اصلی رو فهمیدیم چیه هم کلید خارجی رو فهمیدیم چیه یه سری کانسترنت فهمیدیم مثل این مثل رفرنشیال رولز اینکه کلید نمیتونه نال بشه کلید اصلی نمیتونه تکرار بشه سطح تکراری هم نداریم و با همه اینا خوب آشنا شدیم و خب راجوی به ساختار ریاضی ریلیشن هم جلسه پیش صحبتی کردیم من فقط قبل از اینکه وارد مبحث بعدی بشم یه سوال ایجاد میکنم جوابشون نمیدم کلاسمون هم کلاس, کلاس دیتابیس نیست خیلی بخوایم مفصل راجوی صحبت بکنیم و اینا برای همین فقط سوالو میندازم وسطو رد میشم سوال اینه ما طبق تعریف ریاضی ریلیشن اثبات کردیم که ریلیشن سطح تکراری اصلا نداره اثبات کردیم جلسه پیش حتی بحث برداری وکتور تئوری هم بردیم گفتیم یه برداری توی ناحیه ان بودی توی فضای ان بودی که هر بودش میشه یه صفت و اگر دو تا بردار عینن باشن رو هم میفتن یکی ان یه بردارم با یه بردار, یه بردار میشه نه دو دو. و کلا رو جوش حالا سوال اینجا اینه وقتی ما اثبات کردیم ریلیشن تکر تکرار نداره ما برای چی دنبال یک صفت یا ترکیبی از صفات هستیم که اینا هیچ وقت تکرار نشن یعنی یونیک باشن نالم نشن این چرایی رو تو ذهنتون داشته باشید و سعی کنید خودتون به یه جوابی براش برسید و سعی کنید که چک کنید که این جوابی که دارید آیا جواب قانع کننده و منطقی هست یا خیر خب بحث بعدی ما راجع به دیتابیس دیزاینه که میخوام واردش بشم لاجیکال دیزاین من بحث دیتا بیس دیزاین رو روی این کتاب میگم این کتاب الان دارم الان اینجا ببینیدش کتاب های سی جی دیت هست این ادیشن هشتمیشه و من پرین شده یه هارد کپی رو دارم که مردم تو پیدا کردم تو بازار متاسفانه پی دی افی که ازش هست خیلی کیفیت خوب و دلچسبی نداره که من بیارمش رو همین لکچر نوتس رو جوی صحبت کنم برای همین مطالبی که میخوام عروش بگم و براتون خودم می نویسم من تو قبلش ویدیو رو پاز می که وقتمون زیاد نره اوکی پس من الان ویدیو رو نگه می دارم یه سری مطلبی که می روش بگم می و بعد راجع بهش با هم صحبت خب من یه سناریو براتون نوشتم یکم بهش فکر کنیم فرض کنید ما دیتا دیزاینریم رفتیم یه جایی یه هلدینگ هلدینگ تجاری چندین برند فروشگاهی داره و تو مختلفی هم هستن و گفتم ما این دیتابیس می‌خوایم آخه مشخصات این فروشگاه ها و قطعاتی که دارن و اینا رو کلا همه رو داشته باشیم تو کدوم شهر هستن این هر شهری یه وضعیت فروش داره که اون وضعیت فروش میانگین درصد سود حاصل از فروشگاه رو توی اون شهر مشخص میکن و هر برند فروشگاهی هم که این هولدینگ داره فقط توی یه شهر شعبه داره مثلا چه میدونم اگه یه فروشگاهی هست مثلا چه میدونم مثلا چه می پارس فروش مثلا یه همچین برندی داره این اگه فقط این اگه تو اصفهانه نمیتونه تو شیراز و جای دیگه هم شعبه داشته باشه فقط تو اصفهان شعبه ده خب فروشگاه ها قطع فروشن قطعات میفروشن فرض کنیم قطعات ماشین و تو فروش قطعات هم هیچ محدودیتی نیست که مثلا بگیم فقط یه سری قطعات رو میتونن بفروشن و اینا ما چنین محدودیت هایی نداریم حالا ما گفتم میخوایم یه چند دیتابیسی دیزاین بکنیم من پیشنهادم اینه که شما فیلم نگه دارید و با خودتون فکر کنید که چجوری میشه دیتا بیس دیزاین کرد و سعی کنید یه چنین کاری براش بکنید بعد که دیزاین کردید همینجوری میدونم گلخی و ایناست و کلا روی دانش حالا همینجوری تونه ولی بد نیست کم کم درگیرش بشید بعد ویدیو رو ادامه بدید و ببینید ما چیکار کردیم اوکی من ویدیو رو نگه میدارم ولی که اون دیتابیسی که آقای سی جی دیتی کتابش بر این سناریو دیزاین کرده رو میکشم و با هم راجعش بحث میکنم ببینید این جدولی که من آوردم مال جدول کتاب خود آقای سی جی دیت و ایشون اومده دیزاینش به این صورت بوده که همه رو داخل یک ریلیشن قرار داده به چه صورت اومده خب از توی این سناریو یه ای سری صفات رو مشخص کرده مثلا گفته که آقا ما فروشگاه داریم اسنامبر شماره فروشگاه رو در نظر گرفته ما قطعه میفروشیم شماره قطعه رو در نظر گرفته هر فروشگاه توی یک شهر شهر وضعیت داره پس شهر برای ما مهمه توی این سناریو باید حتما داشته باشیم شهر رو یه صفت گرفته هر شهر یه وضعیت داره ایشون اومده وضعیت رو هم یک صفت گرفته هر فروشگاه هم قطعاتی رو میفروشه محدودیتی هم در فروش قطعات نداره راجع به تعداد قطعات هم یک فیلدی رو در نظر برای ما گرفته حالا موقعی که ما این جدول رو میسازیم خب اون هلدینگه میگه آقا من میخوام دیتا هامو توش وارد کنم دیگه میگه خب مثلا بفهم میگه خب من یه فروشگاه دارم به اسم S1 توی شهر لندن شهر لندن وضعیت دهیش نسبت به فروشش 20 درصده و قطعه P1 ای رو این فروشگاه به تعداد 300 تا داره پس من یک سطر باید درست کنم S1 قطعه P1 ای رو توی شهر لندن کسی توسش 23 به تعداد 300 تا میفروشه و S1 P2 حالا مثلا بعد همون مودی فروش میگه که خب همون فروشگاه S1 که تو لندن P2 هم 200 تا داره P3 هم 400 تا داره P4 هم 200 تا داره P5 هم 100 تا داره P6 هم 100 تا داره و خب ما مجبوریم هی لندن و استیتوس رو به خاطر این تیپ دیزاین هی بیاریمش پایین خب ببینید بحثی که از اینه که این لندن و استیتوسی که هی داره تکرار میشه این ریداندانسیه و افزونگی الکی ابلهانه است ببین ممکنه شما بفرض بیا بگی که آقا اینجا خب توی این مثالی که آوردی دپارتمان آیدی دی ری ریداندانسی چون افزونه است یعنی من آقا من دپارتمان آی دی رو دارم تو دوباره اومدی چه تکرار کنی میگم نه این افزونگی نیست این رپلیکیشن رپلیکیشن چی بود گفتیم تو ویدیوها میشه افسونگی آگاهانه یعنی من دارم رو این حساب این ستون رو دوباره تکرار میکنم که بتونم ارتباط بین ایمپلوی دپارتمان رو برقرار بکنم و از روی آگاهی این کارو رو میکنم این با ریداندانسی فرق میکنه برای همین میگم فارسی نخونه دیگه چون تو فارسی جفتش میشه افسونگی مدیر مدیر اینجا جدی دیگه ریداندانسی بعد میگه مدیر فروش میگه این فروشگاه دیگه دارم استو تو شهر پاریس ببین من نمیتونم یه استو تو پاریس داشته باشم میدونه تو لندن ها چرا سناریو گفته سناریو رو بخون میگه هر برند فروشگاهی از این هولدینگ تنها در یک شهر شعبه داره پس اگر S1 لندنه تمام S1 جای دیگه نیست S2 پاریسه تمام S2 جای دیگه نیست حالا مثلا میگه S2 قطعه P1 رو داره 300 تا قطعه P2 رو داره 400 تا S3 قطعه P2 رو داره 200 تا S4 قطعه P2 رو داره 200 تا P4 رو داره 300 تا P5 رو داره 400 تا و شهراشون هم با وضعیتشون زدید خب ممکنه شما برگردی بگی که آقا این چه کاری هستن خب ما میتونستیم بیایم یکم بهتر فکر کنیم این چیزی که شما میگی ها میگی که بیایم اینجوری بگیم همین اینو داشته باشیم همین فرست اصلا هم به این رو نوشتن میگن ریلیشن نویسی جدول نمیکشیم چون ریلیشن اسم ریلیشن ستون های ریلیشن زیرش هم تا پل ها رو میشه آقا من این ریلیشن هم فرست حالا با اف درست کنم اس نمبر C مخفف C اس مخفف C T Q مخفف Q T Y و اینجوری کار بکنم نگاه کن بگم آقا من یه S دارم خب بعد به جایی که یه دونه ولیوی پی نامبر وارد بکنم بیام یه آرایه وارد بکنم اصلا بگم پی یک پی دو پی سه پی چهار پی پنج پی شیش سیتیش هم یه دونه لندن میخوره اسی توتش هم یه دونه بیس میخوره کیوتی وایر هم همه گیری بنویسم زیر هم میگه سی ست دیویس چهار ست دیویس ست ست و آرای یه زخیره بکنم این میشه یه دونه تاپه یه تاپل دیگه هم دوره بیام یعنی کل این یه دونه آرایه است که توی یه فیلده این هم یه دونه آرایه است توی یه دونه فیلده خیلی هم قشنگ و ریدانداسی و این صحبت ها هم ما نداریم ببین ما توی علم دیتابیس به این نوع دیزاین خورده نمیگیریم من یه مرتب این دیگه ریلیشن نیست چرا چون تعریف ریلیشن ریاضی که ما کردیم به من اجازه نمیده که توی یک فیلد بیش از یک ولیو داشته باشم تعریف ریلیشن یادتون بیاد تعدادی مجموعه که در همدیگه ضرب میکنیم مجموعه هامون هم عناصرشون تکزوی من مجموعه پیر ندارم مجموعه از یه مجموع مجموعه که خودش شامل چندی مجموعه باشه ندارم مجموعه هم همه سینگل تونه ولی سینگل تونه اعضاشون سینگل تونه تکیه حالا این نو دیزاین میره توی یه علم دیگه مورد بررسی قرار میگیره یعنی ما بریم سراغ بحث ریلیشن های کامپلکس اصطلاح میگن کامپلکس آبجکت یا میگن کامپلکس ریلیشن جاهای دیگه تا از نستد ریلیشن هم نام برده شده ازشون و یه اسم دیگه ای داره به اسم نان فرست نورمال فور که الان راجعه تو خب آقای ادگار کاد موقعی که اومد بحث ریلیشنال تو مطرح کرد اومد برای ما سطوح نورمال تعریف کرد گفت آقا جداولتون باید این سطوح نورمال رو داشته باشن و هر چقدر سطوح نورمال بیشتری رو پوشش بدن جدول شما نورمال تره و بهتره مود توی مردم مو باید اولین سطح نورمال یعنی first normal form first normal form اصلا هم بهش 1NF میگن سطح یکی نورمال NFش که از اینجاست این first هم یک میگه میان یه first normal form تعریف میکنه من تعریف رو بخونم و توضیح بدم اروکتو های 3 دی. میگه a relation is in first normal form یا 1NF if and only if اگر و فقط اگر in every legal value of that relation هر ولیوی مجازی که تو دومین من هست و من میخوام وارد این ریلیشن بکنم every tuples contains exactly one value for each attribute هر اتریبیوتی که قرار داخلش این ولیوی لگال من قرار بگیره exactly one value فقط یه ولیو باید باشه یا به اصطلاح باید سینگل تون باشه یعنی چی من نباس ریلیشنی داشته باشم که توی یک فیلد آرایه ذخیره کنم یا توی یک فیلد ریلیشن ذخیره کنم هر فیلد من یک ولیو ببین این, سمت چپیه فرست نورمال فرم هست خب چرا مثلا این فیلد یه دونه ولیو داره این فیلد یه دونه ولیو داره این فیلد یه دونه ولیو داره اما اینجا این فیلد 6 تا ولیو داره پس مجاز نیستیم اگر یک چنین ریلیشنی درست کردیم دیگه فرست نورمال فرم نیست بهش میگن non first normal form nf nf یا بهش میگن nf2 یعنی nf2 دوباره تکرار بشه حالا اگه خاصی میتونید به اینو بعدا برید تحقیق بکنید حالا این کلاس دیتابیس بود ما مثلا به شما میسپردیم اینو برید دنبالش و اینا شاید تا ازتون میخواستیم مرتب از دیتابیس و بیشتر بعد بریم مثلا تمام که تعریف شده برامونو دیگه فقط اشاره کردم بهش پس ما صد نرمال اول رو تعریف کردیم که تمامی ولیو هایی که در هر فیل از یک تاپل قرار می گیرن اتمیک باشن پس من توی هر تاپل توی هر سر هر فیلدی که میخوام ولیو بدم اون ولیو اتمیک باشه سینگل باشه تنها باشه نه یا چهار تا ولیو توش بذارم یه ولیو بذارم این شو سطح اینکه نرمال پس جدولی که آقای سی جی دیت دیزاین کرده خیلی بهتر از جدول سمت راستی است ببین بهتر حالا شاید کلمه قشنگی نباشه چون اونم یه علمه خود ان اف علمه تعریف ریاضیش که موض میشه در نتیجه مفاهیم ریاضیش همش باید عوض بشه خب و اصلا یه دنیای دیگه ای میشه و ما دی بی ام که این نو دیتا ای مدل رو سپورت بکنه داریم آداباس باس اسمش اگه خواستید یه وقت برید تقیق کنید بهش میگن آدا باس یه شرکت آلمانی ساخته بهش میگن آ... آگه این آلمانی و اینو آگه تلفظ میکنن آگه سافت ویر مالی یه چنین شرکتیه پولی هم هست یه مدت وزارت نفت رو همین بودیم بچه های شریف و اینا فورس کرده بودن که بریم اونجا یه همچین کاری بکنیم و اینا اونام پول دادن اینو برن نصب کردن کلی کار کردن و اینا بچهای شریف که تستاشونو کردن یاد گرفتن اینا رفتن اون و دیگه کسی بلد نبود با این کار بکنه اینو برن تو بایگانی و یه دی ام اس دیگه برن ولی داریم میشن چنین ام اس یعنی دی ام اس که این دیتا مدل ان اف تو رو ساپورت بکنه مودو بحثمو روی دیتابیس هایی هستش که فرست نورمال فرمن یعنی ما از اینجا به بعد قرارداد میکنیم که تمام ریلیشن هامون وان ان اف هستن و ما سمت NF2 ها یا کامپلکس آبجکت ها نمیریم پس این دیزاین اکلاتون بنازیم دی میرون پس دیزاین سی جایی بهتره بهتر از این هست که تو درس ریلیشنال تئوری درسته فرست NF وان NF خب به نظر میرسه خوبه دیگه کارمون داره را میندازه حالا ریداندانسی داره که داره ها خب میخوایم یه حرکتی بزنیم روی این جدول حرکتمون چیه بیایم ارزم به خدمتتون کلید پرایمری این جدول رو بدون فعلا استفاده از ریاضیات و هیچ گونه چیز با هم دیگه پیدا بکنیم اوکی بریم کار انجام خب ببین ستون اس نمبر که داره تکرار میشه ستون پی نمبر هم تکرار میشه مثلا اس 1 پی 1 رو میفروشه اس 2 هم پی 1 هم میفروشه سی تی هم تکرار میشه استیتوس هم تکرار میشه کوانتیتی هم تکرار میشه و اینا هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن کلید کاندید جدول ما باشن ترکیب اینا چطور؟ آیا ترکیب اسنامبر و پینامبر میتونه کلید کاندید باشه یا نه؟ ببین شما ممکنه الان جدول رو که داری میبینی بگی آره چرا؟ چون ولیو داره جدول من میگه که خب آقا من هیچ سطری رو نمیبینم که اسنامبر پینامبرش پی تا حالا تکرار شده باشه مثلا اس یک دیگری من تو این جدول ندارم یا اس 2 دیگه دیگری من تو این جدول ندارم یا اس 4 p 2 دیگری تو جدول من نیست اما ما نباز از روی دیتا ولیو یعنی این ولیو هایی که وارد جدول شده کیلد کاندید رو قضاوت کنیم ما بایستی از روی سمنتیک کیلد کاندید رو قضاوت کنیم حرفم یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من نمیتونم سطر دیگری به اسم اس 1 p 1 وارد این جدول بکنم چرا یکم بهش فکر کنی چرا من نمیتونم سطر دیگری وارد این جدول کنم که s 1 p 1 داشته باشه چون اگه بخوام این کارو بکنم یه معنی داره یعنی فروشگاه s 1 قطعه پی 1 رو آورده خب قبلا هم که داشت چقدر داشت 300 تا دا؟ 50 تا آورده خب واسه این 50 تا که یه سطح جدید اضافه نمی‌کنیم چیکار می‌کنیم 300 آپدیت می‌کنیم میشه 350 تموم شده رفت پس دیگه من اس 1 پی 1 وارد این جدول نمی‌کنم هر وقت فروشگاه اس 1 که قطعه پی 1 بیاره یا قطعه پی 2 بیاره یا قطعه پی 3 بیاره کوانتیتی رو آپدیت می‌کنم پس اینجا سمنتیکی که من دارم کوانتیتیه کوانتیتی است که تضمین می‌کنه ترکیب اس نمبر و پی نمبر تکرار نمیشه و اس و پی کلید کاندید این جدول هست پس من کیل کاندید جد... من پرایمری کی رو پیدا کردم زیرش با قرمز خط میکشم ترکیب اس نمبر و پی نمبر کیل کاندید این جدول است خب حالا بریم ما دیتابیس دیزاین میکنیم میره یعنی ما که ما دیتابیس دیزاین کردیم اینا پیاده کردم و شروع کردم به استفاده کردن بعدش دیگه بس یه جورایی بکشیم کنار دیگه ما دیتابیس ادمینستریتور نیستیم ما دیتابیس ما توی مرتبه ببین شما باید یه طوری دیزاین بکنی که گند نزنی یعنی چی یعنی اتفاقای بدی برای دیتابیس ما در آینده رخ نده دیتابیس ما دچار مشکل نشه ادمینستریتر ها دچار مشکل نشن دیتابیس پروگرامر ها دچار مشکل نشن متوجه چی خدمتتون عرض میکنم یعنی اون قضیه خشت اول رو گذاشت معمار تا سوره یا و دیوار نشه که تو بیای یه دیتابیس بد دیزاین بکنی اون برنامه برنامه‌نویسه خوب چه این دیتابیسه مثل شرکت های ایرانی الان شما شرکت ایرانی اگه نگاه بکنی فکر کنم تو 5 دقیقه دیتابیس دیزاین میکنن شاید کمتر یا روی یه جدول وا میکنه مثل همین دیزاینی که آیسی کرد تمام فیلد و ستون ها رو میچینه کنار هم و میره و پروگرامر میمونه اون دیتابیس و پروگرامر میمونه و نهنجاری و آنومالی و او سخوناش خورد میشه اصلا ما داریم همین رو بررسی میکنیم یعنی دیتابیس دیزاین یعنی همین من چجوری جدولو دیزاین بکنم آیا یه جدول کافیه بکنمش 10 تا جدول چی کار بکنم این چی کار بکنم هستی ما دنبال اینیم ما دنبال اینیم که آقا این دیزاین او درست یا نه من اصلا چجوری دیزاین کنم از کجا شروع کنم به چی برسم ما هم راجع اینا صحبت بکنیم تو بحث دیتابیس دیزاین خب فعلا میگیم یه جدول کشیده دیگه همه ستون‌ها همه فیلدایی که فکر می‌کره دیتابیس رو باید داشته باشه کلا تو تمام جداول رو ریخته تو یه جدول بریم بررسی کنیم ببینیم چی میشه این قضیه اش بریم به چیز خوبی برمیخوریم یا نه آیا این چیز به درد بخوری هست یا نه خب من سه تا کوئری می نویسم این سه تا کوئری رو با هم دیگه سعی کنیم تو این دیتا ویز پاس کنیم کوئری اول فروشگاه S5 در شهر مثلا چه میدونم تهران افتتاح می شود کوئری دوم فروشگاه S قطعه پی دو را تمام می کنن و دیگر این قطعه را عرضه ای بابا نمی کن. و کوئری سوم فروشگاه S1 از شهر لندن به شهر پاریس منتقل می شود ببخشید من حواسم بود پاز بکنم بعد بنویسم و اینا یکم شاید وقتتون رفت ولی همین بعد حواسم هستش که چیزی میخوام طولانی بنویسم می پاس کنم خب ببین من میخوام سه تا کوئری پاس بدم به این جدول ببینید میشه یا نه اوکی خب اولیش میفرماید که فروشگاه اسپنج 5 اینم پاک کنید اینو که قبلا نوشته بودیم میفرماید که فروشگاه اسپنج در شهر تهران افتتاح می شود خب یعنی من یه دونه اسپنج دارم یه تهران دارم تهرانم فرض کنید وضعیتش رو به ما گفتن مثلا در شهر تهران اینجا با وضعیت ده اینجا هم ده افتتاح می شود خب هیچ قطعه ای الان عرضه نمی کنه. پس من بچه بکنم اینجا بزنم نال اینجا بزنم نال خب سوال آیا میتونم یک چنین سطری وارد این جدول بکنم جواب خیر چرا چون ترکیب اس و پی کلید کاندید این جدول است کلید اصلی این جدول است و ما بالاتر یاد گرفتیم که جزء کلید نمیتواند نال شود پی نامبر جزء کلید است و نمیتواند نال شود پس این سطر رو نمیتونم وارد این جدول بکنم پس به یه مشکلی خوردم خواستم یک چیز رو وارد کنم تو دیتابیسم یه اطلاعی رو وارد کنم یه قلم داده استلم. یه دیتا آیتمی رو. وارد دیتابیس هم بکنم و این عملیات انجام نشد اصطلاحا هم به این اتفاق میگن اینزرژن آنومالی من اینجا براتون بنویسم اینزرژن آنومالی و پس اینزرژن آنومالی میشه چی؟ عدم درجه یک قلم داده در دیتابیس خب مشکل بریم کوئری دوم بررسی کنیم پس اولی نشد مشکل دوم میگه فروش بخشه یا مشکل دوم چون هر کدوم این مشکلی داره حالا بررسی کوئری دوم فروشگاه استقت ای پی دو را تمام میکنه و دیگر این قطعه را عرضه کنه خب یعنی چی یعنی آقا پی دو دویستش میشه صف و دیگه هم قرار نیست اصلا قطعه پی دو بیاره پس اس پی دو از این جدول بشه خب یه مشکلی هست مشکل من اگر الان بیام با صورتی این سطر رو اجدولم پاک کنم تمام اطلاعاتی که راجع به فروشگاه است دارم هم دست میدم فروشگاه است که درش تخته نشده که من مرتب چون دیگه اون قطعه ای که داشت رو دیگه نداره و قطعه دیگه ای هم نداره و یه خالی از قطعه است ولی هست من دستش میدم مثلا من اگه بعدا بخوام یه کوئری بزنم به دیتابیس هم بگم که ما تو شهر پاریس چند تا فروشگاه داریم جواب میشه یه دونه S1 در که جواب غلطه ما دو تا فروشگاه داریم S1 و S3 توی مرتب چون S3 پاک میشه تمام اطلاعاتی که راجع به فروشگاه S3 دارم هم عدس میدم اصطلاحا به این نوع مشکل میگن دیلیژن آنومالی آنومالی هم میشه ناهنجاری به فارسی آنومالی ناهنجاری هست پس این دومی دو به مشکل خورد اما سومی میگه فروشگاه S1 از شهر لندن بس به شهر پاریس منتقل بشه خب من اگر بخوام این کارو بکنم مجبورم بیام یک دو سه چهار پنج ش تا سطری که همه خورده لندن و هر شیش رو ببرم به تهران و یعنی موقعی که میخوام به که اینکه یه سطر رو آپدیت بکنم یه قلم داده رو آپدیت بکنم و شش قلم داده رو آپدیت بکنم اصطلاحا هم به این هنجری میگن پروپگیشن up تو دیت پرو پ یعنی چی یعنی آپدیت انتشار شونده منتشر شونده یعنی آپدیت یک سطر منجر به آپدیت سطرهای دیگر بشه خب من سه مدل آنومالی دارم و این نشون میده که دیزاین من دیزاین خوبی نیست حالا فیلم ها نگه دارید و فکر کنید که چرا این دیزاین دیزاین خوبی نیست من یه سری مطلب براتون بنویسم بعد برمیگریم و با هم دیگه راجع به این صحبت کنیم خب من اینا رو ارا ار کتاب دیت نوشتم یکم سخت بود ولی دیگه چاره ای نیست حالا ما یه سری موزلات بخوریم یه آنومالی و نمیدونیم هم چیکار بکنیم احتمال داره ما دیزاین اون رو عوض کنیم و همچنان این آنومالی ها وجود داشته باشن و هیچ راه شایسته بایسته و فرمال به زبان ریاضی وجود نداشت که به ما بگه ما چطور دیزاین بکنیم که به این آنومالی ها برنخوره تا اینکه خب به حال دانشمندان متوجه یه داستانی شدن که من داستان رو از بیس شروع میکنم گفتم ببینید ما تو ریاضی یه داریم از همون دبستان شما تابع رو خوندید یاد گرفتید تعریفش چیه تابه یه نوع خاصی از رابطه است یعنی اون رابطه که ما توی ریاضی داشتیم ضرب دکارتی دو تا مجموعه مثلا من میگم ای و با بی ضرب دکارتی میکنم حاصلش میشه یه رابطه خب تابه هم دقیقا یه مدل رابطه است منطقی مرتب نوع خاصی از این رابطه است به چه صورت؟ به این صورت که فرض کنید رابطه رو مستش رو بذاریم R خب میگیم به بعد مجموعه هم که داخل رابطه هستن A و B دیگه میگیم به ازای هر X عضو A و به ازای هر Y عضو B و به ازای هر Z عضو C اگر X و Y عضو رابطه R باشه و X و Z هم عضو رابطه R باشه آنگاه میگیم Y با Z قطعا یکیه قطعا اینا با هم برابرن خب یعنی نمیتونه مثلا میگم اگر x با یک تو رابطه باشه x با دو هم تو رابطه باشه قطعا اینجا z یکه خب مثال دیگه شو اگه بخوایم به فرم تابع بگیم اگر Fx مساوی y باشه و Fx مساوی z باشه آنگاه نتیجه میگیریم که y با z برابره نمیتونه Fx مثلا بده جا دو بعد همون Fx مثلا یه بده سه خب با شکلم قطعا دیدید بهتون نمایش میدن دیگه حالا من یه بخوام شکلم بکشم که حالا اکوش میکردم کردم این کارو ولی میکشم که ببینید مثلا اگه این مجموعه A باشه این هم مجموعه B باشه مثلا اعضای مجموعه A, B, C, D باشن اینجا یک دو سه خب مثلا اگر رابطه ما به این صورت باشه A با دو در رابطه باشه و همین این یه فانکشن یا مثلا چه میدونم B هم با دو در رابطه باشه سی هم با سه در رابطه باشه دی هم با سه در رابطه باشه این فانکشنه چرا؟ چون A فقط با دو در رابطه است نه یک و سه B فقط با دو در رابطه است نه یک و سه C فقط با یه دونه انصر در رابطه است دی هم همینطور اما کافی ما همین A رو ببرم با یک در رابطه دیگه این رابطه ما فانکشن نیست چون A هم با یک در رابطه است هم با دو و دیگه کار خراب کرد درسته؟ خب پس ما تعریف فانکشن رو فهمیدیم حالا ببینید اون این آرای ریلیشنی که ما تو دنیای دیتابیس داریم ضرب دکارتی مج... چندین مجموعه است و این مجموعه ها ممکنه اینترنالی خب یعنی در داخل خود رابطه با هم یک رابطه ای داشته باشن جالب شد نه؟ ببین تمام این مجموعه ها یه رابطه میشن میشن این آرای ریلیشن همون ریلیشنی که ما داریم همون جدولی که ما داریم مثلا چون میدونم ریلیشن فرست حاصل ضرب دکارتی اسنامبر و پینامبر و سیتی و و کوانتی اما همین ریلیشن ساختن منجب به این میشه که یه ریلیشنی هم بین اعضا وجود داشته باشه که اصلا هم ما بهش دیگه نمیگیم ریلیشن بهش میگیم دیپندنسی یه وابستگی بین این اعضا وجود داشته باشه و اون, با و اون وابستگی انوع فانکشناله برای همین بهش میگیم چی؟ فانکشنال دیپندنسی یا افD. ما فانکشنال دیپندنسی رو تعریف بکنیم من همون تعریف آقای دیتو آوردم فکر میکنیم که آر ریلیشن مونه R ما یه ریلیشن داریم اسم آر که X و ایگرگ هم حالا زیر مجموعی از اعضای اون ریلیشنه خب مثلا چه میدونم ایکس فرض کنید اسنامبر Y هم سی مثلا میتونه یا مثلا ایکس باشه نمبر پی نامبر یه زیر مجموعه از این اعضا Y هم باشه کیوتی بای استیتوس حال ما میخوام بگم که این ایکس و وای چیا میتونن باشن پس آر یه ریلیشنه ایکس و وای هم ای از این اتریبیوت ها به طور دلخواه توی مجموعه توی همین رابطه آر هست آنگاه میگیم که ایگرگ فانکشنالی دیپندنت روی ایکس و به این صورت نمایشش میدیم ایکس میدهد ایگرگ یا میخونیم ایکس دترمینز ایگر خب او؟ ایفن اونلی ایف اچ ایکس والو این آر with It precisely one value in R این R من شبیه سی نوشتم پاکش کنم یکم همون شبیه آرش کنم خب این زمان بسته چی میخواد بگه این X میدهد و یه یعنی چی دقیقا داره بحث فانکشن بودن رابطه این دو مجموعه رو بیان میکنه خب یعنی من اگر ای ببینم یه جا توی ریلیشنم جلوش دوه هر جای دیگه توی ریلیشنم a اومد من باید جلوش دو رو ببینم اوز بخوام این خط پاک بکنیم خوبه یا من هر جا توی ریلیشنم دی ببینم جلوش باید سه باشه نمیتونم مثلا من ریلیشن دی ببینم خب سه باشه یه جای دیگه که دی میبینم دو باشه این غلطه اولی اگر هر جا که دی میبینم همون سه رو دیدم اون وقت میگم این مجموعه با این مجموعه چیه؟ افتی داره یا این صفت ریلیشن با این صفت ریلیشن افتی داره این صفت میدهد این صفت خب حالا بیایم تو همون مثال خودمون سعی کنیم که این قضایی رو بررسی بکنیم ببین شما الان دقت کن هر جا لندن میبینی جلوش 20 هر جا پاریس میبینی جلوش دهه من یه جا پاریس ده ندارم یه جای دیگه پاریس سی باشه و هر جا لندن جلوش 20 هر جا تهران جلوش دهه یعنی هر ولیوی از سیتی یک ولیوی خاص از استیتوس رو میبینه در هر جا که تکرار بشه یعنی لندن که 20 دیده هر چه قدم تکرار بشه 20 میبینه و اصطلاحا هم میتونیم بگیم سیتی با استیتوس افتی داره سیتی میدهد استیتوس مون توی مرتب ممکنه شما بپرسی که خب آقا الان ما اینجا دیتا آیتم وارد کردیم لندن و 20 و اینا من دارم اروی مقادیری که داخل ریلیشن هست اف ها رو پیدا میکنم خب ممکنه ما فقط خود ریلیشن رو بدن هدرش رو بگن فرست اس نمبر داره پی داره سیتی داره استیتوس داره کیوتی وای داره همین هیچ ولیوی داخل نیست آنگاه افتیهاش چیست آنگاه چه هایی دارد و آنگاه هست که من بایستی ها را پیدا بکنم چطور پیدا بکنم از روی سمنتیک بریم با هم روی سمنتیک پیدا کنیم ببین چه قشنگی بابا بیا با من فرض کنید به ما گفته برای یک هلدینگ تجاری که دارای چندین فروشگاه در شهرهای مختلفی هست یک دیتابیس دیزاین کنیم هر شهر دارای یک وضعیت فروش است خب این جمله رو خیلی خوب بهش دقت کن هر شهر دارای یک وضعیت فروشه نمیتونه دو داشته باشه نمیتونه و الا میگفت هر شهر دارای چند وضعیت فروش است اصلا خود این جمله داره اون قضیه فانکشن بودن بین شهر و وضعیت رو برای من مشخص میکنه و همین هم هست آقا لندن یه وضعیت فروش داره ده تا که نداره پاریس هم همینطور به هر وقت لندن میاد 20 رو میبینه مثلا چون وضعیتش 20 هر وقت پاریس بیاد ده رو میبینه هر وقت تهران بیاد 19 رو میبینه متوجه ای؟ پس بین سیتی و استیتوس افتیه من حتی اگه ولیو ها رو هم نمیدیدم میگفتم افتیه یعنی حتی اگه به من همین فقط همین فرس همین هده رو میدادم میگفتم بین سیتی و استیتوس افتیه چرا سمنتیک گفته اینا آقای سی به این سمنتیک هایی که ما میگه میگن بیزینس رول یعنی اون ریکوایرمنت آنالیسیس که انجام میشه اون هایی که در میاد سناریوی سیستم که در میاد ما بعد از توش این بیزینس رول ها رو در بیاریم و بر اساس بیزینس رول ها پیدا کنیم افتی های بین صفات رو که من الان پیدا کردم بین شهر و وضعیت یه افتی وجود داره اوکی خب بریم ادامه بدیم که میانگین درصد سود حاصل از فروش در آن شهر رو مشخص میکنه وضعیت هر برند فروشگاهی از این هلدینگ تنها در یک شهر شعبه دارد یه بار دیگه این جمله رو بخونیم هر برند فروشگاهی از این هلدینگ ای بابا تنها در یک شهر شعبه دارد یعنی چی یعنی آقا اگر تو تو تهران فروشگاه S1 درست کردی من دیگه جای دیگه که S1 ندارم پس هر جا S1 بیاد چی میبینم تهران حالا اینجا لندن. هر جا S1 بیاد لندن می‌بینم. هر جا اس بیاد پاریس میبینم هر جا اس بیاد پاریس میبینم اس 4 بیاد لندن میبینم اس 5 بیاد تهران میبینم محال ممکنه جایی تو جدول من اس بیاد لندن دوباره اس بیاد پاریس نمیشه چرا سمانتیک جلوشو میگیره بیزینس رول جلوشو میگیره پس تونستم یک افتی دیگه هم توی این سناریو پیدا کنم هر فروشگاه قطعاتی را میفروشد و در هر فروش, و در هر فروش قطعات هیچ محدودیتی ندارد و در فروش قطعات هیچ محدودیتی ندارد خب اینجا هیچ دی به نظر نمیرسه وجود داشته باشه چون هر فروشگاه میتونه چندین قطعه رو ببینه اس میتونه پی یک ببینه P2 ببینه پی ببینه پس اف دی بین اس نمبر و پی وجود نداره و تعداد فروش قطعات هم متفاوت میتونه باشه خیلی خوب من میام این سبزرنگه رو نمیخوام پاک کنم دلم نمیاد چه کنم برم صفحه بعد خب اینجا برای شما بنویسیم پیدا کردن اف دی های داخل رابطه ایه. فرست از روی بیزینس رول ها بی this rule ها <تصفح> بریم خب دو تا شما پیدا کردیم چیا بود؟ عروس منتیک ها پیدا کرد سیتی میدهد استیتوس بنویسم سیتی میدهد استیتوس یکی دیگه پیدا کردیم اسنامبر میدهد سیتی هر برند فروشگاهی از این هلدینگ تنها در یک شهر شعبه دارد خب اما افتی دی های دیگه تو سناریو تموم شد من دیگه تو سناریو چیز بیشتری پیدا نکردم اما بچه حواستون باشه یه مدل افتی هست که مربوط میشه به کلید اصلی یا کلید کاندیدمون که اسنام به ترکیبش با همه من یه قضیه میگم اثباتش به عهده خودتون یعنی اگه کلاس دیتابیس بود ما قطعا این قضیه رو باید اثبات میکردیم و روش کلی صحبت میکردیم ولی این آز دیتابیس منم فقط میخوام نتایج قضایی رو بهتون بگم که ما از این نتایج استفاده کنیم و دیتابیس دیزاین کنیم کار ساینتیفیک نمیخوام که این کلاس بکنیم اون قضیه هم اینه که کلیدهای ببین این کلمه کلید رو دقت کن چون یک ریلیشن میتونه چندین کلید داشته باشه چندین کلید کاندید داشته باشه مثلا شما حساب کن یک جدولی که میگیری توش مشخصات دانشجویان و بریزی دانشوش کد ملی داره شماره دانشجویی قبول داری هم کد ملی یونیکه هم شماره دانشجویی یونیکه و هم ناتنال تا جفتشون میتونه کلید کاندید باشن وقتی مثلا من, من می نویسم دو سف دو مثلا دو سف فلان 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 این کد ملی منو فقط به یه نفر آدم میرسونه وقتی مثلا من می‌نویسم 94 فلان 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 این این شماره دانشجویی منو فقط به یک آدم میرسونه پس انگار که جدول دانشجوها دو تا کلید کاندید داره هر کدومش هم میتونه کلید باشه یعنی هر کدوم به تنهایی شماره دانشجویی به تنهایی میتونه کلید اصلی جدول باشه کد ملی هم به تنهایی میتونه کلید اصلی جدول باشه خب پس یه بار دیگه حرفم تکرار میکنم تمامی کلیدهای کاندید یک جدول با همه اتریبیوت های اون جدول رابطه داره رابطه افتی داره یعنی چی یعنی اینکه آقا الان اس نامبر پی که اینجا کلیده با سیتی افتی داره با استیتوس افتی داره و با کیو وای هم افتی داره میگی نه ببین اس یک پی یک رو ببین فقط یه جا لندن رو دیده یعنی اس یک پی یک لندن رو دیده جای دیگه ای من تو جدول ندارم که اس یک پی یک اومده باشه چیز دیگری رو دیده باشه یا مثلا اینجا که S1P2 اومده 20 رو دیده تو استیتوس و من جای دیگری تو جدولم ندارم که S1 و P2 اومده باشه به جای 20 19 رو ببینه یا s 1 p اینجا 400 رو دیده تو کوانتیتی من جای دیگری تو این جدول ندارم که هم S1 اومده باشه هم P3 و 400 دیده باشه اصلا از تعریف کلید کاندید مشخصه ببین مگه من نگفتم کلید کاندید نمیتونه تکرار بشه یعنی کلید کاندید کلا یه بار تو این جدول میاد یه ولیوی هم تو صفات های مقابلش میبینه و اصلا دیگه تکرار نمیشه که حالا بخواد به چک بکنیم که ولیوهای دیگر رو میبینه یا نه یعنی شهودی هم میشه فهمید که اس نامبر و P نامبری که کلیدن چون دیگه تو جدول تکرار نمیشن یعنی وقتی اس 1 پی میاد یه بار میاد من دیگه اس 1 پی 1 دیگری ندارم برای همین اس پی 1 همیشه یه ولیو مقابل سیتی میبینه همیشه یه ولیو مقابل استیتوس میبینه همیشه یه ولیو مقابل کوانتیتی میبینه و دیگه تکرار نمیشه که ولیوهای دیگه ببینه ها هم گفتیم دیگه گفتیم مالش رو حالا پس میگم که اس پی من نامبراشون رو نمیذارم که دیگه چیز نشه ترکیبشون یعنی ترکیب ستون اس و پی با هم دیگه میدهد سی تی اس پی میدهد استیتوس اس پی میدهد کوانتیتی خب ممکنه شما بپرسید آقا اس او با خود اس اف داره میگم آره با خود پی گفتیم با همه اتریبیوت اف داره اس هم اتریبیوت هم دیگه مون توی مرد دیگه نمی نویسیم اونا رو اصلا به اونا میگن تریویال اف تی اف های بدیهی اونا اونا رو دیگه ما نمی نویسیم خب حالا جلوتر قواعد آرمسترانگ رو که خدمتون بگیم تریویال اف ها رو بهتر اونجا متوجه میشید ولی دیگه واضحه ما دیگه اون چون اس و پی با خودش افتی داره رو دیگه نمی‌نویسیم اس پی با S اف داره بله اس پی با پی هم اف داره بله ما دیگه نمی‌نویسیم نمی همینا کافیه خب من الان کل اف های به درد بخور این رابطه رو لیست کردم اف تی دیگه ای وجود نداره شما میتونی بری چک کنی مثلا بین کوانتیتی و استیتوس افتی هست عمره 300 اینجا 20 دیده 300 اینجا 10 دیده تموم شد اف تی شد بین کوانتیتی و استیتوس افتی وجود نداره چون اینجا که 300 اومده 20 دیده پس من توقع دارم هر جا 300 اومد 20 رو ببینه ولی ندیده پس افتی وجود نداره درسته؟ بین م... حتی بین استیتوس و سیتی هم افتی وجود نداره چطور؟ تهران وضعیتش از 10 آپدیت میشه به 20 خب میشه دیگه هیچ مشکلی هم که نداره آقا 20 یه جا لندن رو دیده 20 یه جا تهران رو دیده بین استیتوس و سیتی افتی نیست حواست باشه افتی هایی که عروس منتیک استنتاج میکنی لزوما من برگشت پذیر نیست تا حواست جمع کن نه بگی چون سیتی با استیتوس افتی داره پس استیتوس هم با سیتی افتی داره مثال نقض رو برم برات که این حرف درست نیست خب ما کل افتی ها رو لیست کرد حالا دانشمند اومدن کلی با این افتی ها سر و کله زدن و اینا متوجه یه سری چیزا شدن که آقا ما اون آنومالی هایی که داریم به خاطر وجود این افتیها تو رابطه است و وجود یک سری از افتیهای خاص تو رابطه منجر به بروز آنومالی میشه ما یه سری تکنیک باز ارائه بدیم که این جدول شکسته بشه به جدول های دیگری که اون افتی ها خواص آنومالی ایجاد کننده شون رو دست بدن و جداولی که به دست میاریم دیگه آنومالی نداشته باشه خب این تمام حرفایی که زدمو بریم ببینیم چه جوری آقا این چیزی که تو گفتی اوکی چه جوری چه جوری حالا بده میدم نارنجی خوبه میبینید آره خب گفتن برگشتن گفتن که دانشمنده ها برگشتن گفتن آقا بیا نمودار افتی دایاگرام ریلیشن تو بکش میگیم چش بریم بکشیم ببین توی دیتابیس دیزاینر که میری تو این شرکت کار میکنی رو بلد بشی یا و الا اون دیتابیسی که دیزاین میکنی به درکی میخوره عمه حساب شرکت فقط اون میتونه استفاده کنه باقی من فکر نمیکنم به کارشون بیاد بعد برنامه نویسه فوش میده موقع برنامه نویسی ها فوش های بدی میده بهت یعنی یه فوشایی هایی بهت میده که اگه مثلا بشنی و بری تو گوگل سرچ کنی اینا معنی شیه. پس حواست تو جمع کن دیتا ویس دیزاینر آینده ای که الان نشست این فیلم داری میبینی اینا رو یاد بگیر برگشن گفتن که بیا تمام این افتی هایی که کشیدیم رو دایاگرام کن ما میگیم چشم دایاگرام میکنیم آقا اس نامبر پی نامبر دیگه چی داشتیم کیو تی وای دیگه چی داشتیم سی تی دیگه چی داریم استیتوس خوبه خب بعد برگشتن گفتن که آقا دور کلید کاندیدت یه مستطیل این چکلی بکش مام کشت افتی های ناشی از کلید رو هم بکش بفهم این افتی ناشی از کلید این افتی ناشی از کلید این افتی هم ناشی از کلید اشتباه نکردم نگاه کن اسپی میده هست سی تی میده استیتوس سیتوس میده وای باقی افتی ها رو هم بکش چشم سی تی میده استیتوس اسنامبر هم میده سیتی من همه رو کشیدم همه اینا افتیه درسته تمام این فلش هایی که کشیدم افتیه اصلا به میگن یک افتی دایگرام ریلیشن فرست دورش هم براتون یه خط بکشم ببینید حال شروع اوکی بابا خب حالا ما افتی هامون بنابرای یک سری خواستی که خدمتون ارز میکنم خاص میشم ببین تا ببین ریلیشن بود یکم محدودیت روش گذاشتیم خاصش کردیم شد تابه تابه همون ریلیشنه با یه محدودیت با یه صفت صفتش چیه هر ایکسی که مثلا با ایگری رابطه داره اگر با زد رابطه داره ایکس و و زد با هم برابرن یعنی ایکس نمیتونه با دو عنصر از مجموعه بی در رابطه باشه فقط با یک عنصر در رابطه است خب این تعریف تابه بود تابه هم یه نوع خاصی از ریلیشن بود اینا هم همشون اف ان یه خواصی دارن که یکم خاص‌تر میشن من می‌خوام راجع اون خواسه صحبت کنم اولین خواص رو بهش میگن فولی فانکشنال دیپندنسی این چی میگه من یه بخوام خیلی سادهش کنم شو سرفتش کنم بعد اگر کلید کاندید ترکیبی بود خوب دقیقه خوب همینجا ببین همینجا من ادامه جمله ننوشه دقت کن نوشتم اگر کلید کاندید ترکیبی بود سوال اگر کلید کاندید ترکیبی نبود پس هر چی میگم درسته یعنی از بعد ویرگول من یه چیزی مینویسم خب اگر کلید کاندید ترکیبی نبود از بعد ویرگول هر چی نوشتم درسته براش حالا بذار بنویسم بعد بیشتر راجع توضیح میدم اگر کلید کاندی ترکیبی بود آنگاه دی های ناشی از آن کلید اف اف دی همون فولی فانکشنال دیپندنسی است اگر و تنها اگر جز کلید آن با اتریبیوت ارزم به خدمتون با اتریبیوت درگیر FFD FD نداشته باشد آقا خیلی زور زدی بگو چی گفتی اینی که نوشی رو برای ما توضیح بده میگم چشم ببین کلید کاندید ما ترکیبیه درسته افتی های ناشی از کلید کاندید یعنی چی اسم به اس پی میداد کیو وای اس پی میداد سی تی اس این سه تا اف ناشی از کلید کاندید این سه تا اف دی سبز رنگ فولی فانکشنال دیپندنسی هست اگر و فقط اگر جزء کلیدا با اینا اف نداشته باشن الان ببین اس او پی میداد وای درسته من اثبات میکنم که این اف دی است چرا؟ اولا ناشی از کلیده یک دو اس نمبر که جز کلید باشه با کیوتی وای افتی نداره پی نمبر که جز کلید باشه با کیوتی وای افتی نداره پس این افتی اف من ثابت میکنم که اس پی میدهد استیتوس اف است کلبته <تصفح> نیست کلبته نیست من ثابت میکنم که این دوتا FFT نیستن اول اینو ثابت کنم که FFT نیست بعد بیام سراغ پایین من اول بالاییو ثابت بکنم که FFT نیست بعد بیام سراغ پایین خب میگم آقا SP میدهد سیتی. خب اوکی این FFT ناشی از کلیده این FFT چیه؟ ناشی از کلیده منتها اسنامبیری که جزء کلید باشه با سیتی FFT داره اسلام میگیم زیرابی FFT زده اس نمبر و پی نمبر قرار گذاشته بودن اف تی داشته با سی تی اس چیکار کرده زیرابی خودش تنهایی با سی تی افتی زده و چیکار کرد با این زیرابی افتی زدنش اف, اف بودن رو زایه کرد پس این آقا دیگه اف, اف دی نیست درسته همین یه دونه یعنی همین یه دونه اف ناشی از کلید که دیگه فولی فانکشنال دیپندنسی نیست کافیه که سطح دو نرمال ما زایع شود پس من همین الان تو ان رو یه دقیقه سریع تعریف کنم برگردم بالا تو NF یا سکند نورمال فور ریلیش میگم رابطه آر در سطح نرمال دو قرار دارد اگر و تنها اگر تمامی اف دی های ناشی از کلید های کاندید آن اف, اف دی ای بابا با باشد من این آدم آدم بنویسم نمیشه این دی رو من همیشه مشکل داشت اف اف دی باشد همین یه دونه که اف اف دی نیست سطح دو نومال خراب کرده همین این یه دونه دیدی اس ترکیبش با سی تی افتی داشت اما چون اسنامبر نمبر یعنی جزء کلید با سی تی افتی داشت این اف زیرابی منجر شد که این اف امناشی از کلید یعنی سبز رنگ دیگه اف نباشه اصطلاحا هم به این اف قرمز رنگی که من اینجا کشیدم یعنی از اس نمبر به سی تی میگن پارشیال دیپندنسی اینجا تصویرمه. بیام بالاتری کنم. پارشیال دیپندنسی ما به چی میگیم پارشیال دیپندنسی؟ به اف که سمت چپ جزء کلید باشه، سمت راست غیر کلید باشه. ببین، کوانتی وای سی تی استیتوس غیر کلیده اس نمبر تنهایی جزء کلیده. پی نمبر تنهایی جزء کلیده. ترکیب اس و پی با هم کلیده. تعریف پارشیال دیپندنسی چیه؟ FD دی که سمت چپش جزء کلید باشه سمت راستش غیر کلید نگاه کن اسنامبر میدهد CT اسنامبر نامبر میدهد CT این جزء کلید این غیر کلید پس میتونم تو NF یه طور دیگه تعریف کنم میگم رابطه ای آر در سطح نرمال دو قرار دارد ای بابا قرار دارد اگر و فقط اگر پارشیال دیپندنسی نداشته باشد ما اینجا پارشیال دیپندنسی داریم پس سطح دوی نرمال نیست یا یه تعریف دیگه کردیم تمام افتیه های ناشی از کلید اف نیست پس دو نرمال نیست اوکی حالا ممکنه از خود بپرسی که آقا اوکی این یکی چرا اف نیست چون اس او پی که با استیتوس اف دی داره یعنی افتی ناشی از اس با استیتوس اف نداره پی نامبر با استیتوس اف نداره مشکل شما اینه که شما فکر میکنی اس نامبر با استیتوس اف نداره ما یه قضیه داریم به اسم تعدی که توی قواعد آرمسترانگ خدمتتون میگیم ولی اینجا مجبورم این قضیه تعدی یا ترانزیتی رو خدمتتون عرض کنم قضیه تعدی یا ترانزیتی چی میگه؟ میگه اگر در رابطه آر من داشته باشم این صفات رو A و B و C خب if با B داشته باشه اند B با C تی داشته باشه آنگاه یا دن آ میدهد سی ما اینا همیشه برای بچه ها اثبات میکنیم با برهان خلف تو کلاس های دیتا بیس و حلت هم اینا و اینا منطقه مطلب چون کلاس شما میگم ساینتیفیک نیست اثباتش نمی کنم. فقط بپذیرید که اگر آب توی یک رابطه ای مثل آر آب با بی افتی داشت و بی و سی افتی داشت آنگاه آ و سی افتی داره خب حالا شما به من بگو حالا شما به من بگو اینجا با توسی اسنامبر با سی تی اف دی داره درسته اس نامبر با سی تی اف داره سی تی هم با استیتوس اف تی داره پس بذار اینجا بنویسم این پایین خب اس نامبر میدهد سی تی سی تی میدهد استیتوس بنا بر قضیه تعدی یا ترنزیتیویتی تی. من چی دارم اس نامبر میدهد استیتوس پس یه افتی دیگه پیدا کردم که ندیده بودم بالا تو اینا نیست اس نمبر میدهد استیتوس نیست ولی الان اثباتش کردم با ریاضیات که اس نمبر میدهد استیتوس پس این افتی رو اجازه بدید من بکشم بفرمایید اس نمبر به استیتوس هم رفت حالا تعریف فولی فانکشنال دیپندنسی چی بود افتی که ناشی کلید باشه یعنی سمت چپش کلید باشه اس پی میدهد استیتوس خب اف به شرطی که جزء کلید با اون افتی نداشته باشه اسنامل الان با سیتوس افتی داره پس اف افتی بودن اینو چیکار کرد؟ زایه کرد و زایه شد خب من الان معزل آنومالی هایی که دارم رو فهمیدم و میخوام چیکار بکنم؟ میخوام برم معزل رو حلش بکنم نیاز به یک قضیه دارم که این قضیه به من کمک کنه که این معضل رو حل کنم قضیه هم بعد بر اساس ریاضیات باشه اثبات شده و درست خب ما بریم یه قضیه بخونیم اینا رو همه رو میگم تو درس دیتابیس بعد بهتون گفته باشم من دارم فقط ریویو میکنم یعنی همه اینامون مولون در سوایدی هست که پاس کردید خب ما یه قضیه ای داریم به اسم قضیه هیت یا آقایی بوده به اسم هیت من تو اون کانال دیتابیسی که دارم دیوی سی داره اون توی این قضیه رو کامل گذاشتم مقالش و اثباتش و همه ای خواستید علاقه داشتید برید سراغش قضیه هیچی میگه میگه اگر ما یک رابطه مثل R داشته باشیم و R این شکلی باشه و در این رابطه داشته باشیم آ میدهد بی یعنی آ با بی افتی داره آنگاه گوییم تجزیه رابطه آر به دو رابطه آر یک آو بی و آر دو بی و سی باشیم R2 AB و R2 AC یک رابطه نان لاس دی کام پوزیشن می خب ما توضیح بدیم این آقای هیت زبون بسته چی میخواسته بگی میگه تو فکر کن یه ریلیشن داری مثل R این سه تا اتریبیوت داره A و B و C A با B افتی داره اینم میدونیم من میتونم بیام رابطه A رو تجزیه کنم بش کنم به دو تا رابطه رابطه R1 و R2 R1 چه صفاتی رو داره A و B یعنی صفات در... یعنی یعنی صفات درگیر FT و R2 چه صفاتی رو داره A و C خب یعنی اون سمت راستی رو حذفش کن B رو بذارش کنار C رو برداش تا بیارش اینجا با آ. اون وقت میگیم R1 و R2 یک رابطه نانلاستی کامپوزیشن یعنی چی نانلاستی کامپوزیشن یعنی اینکه من وقتی آر رو تجزیه میکنم به این دوتا هیچ قلم داده ای از دست نمیدم و میتونم از آر یک و آر 2 دوباره به آر برسم چی جوری؟ جبر رابطه ای که خوندی جوین جوین میکنم میگم آقا آر 1 جوینش با آر 2 سر فیلد مشترک یعنی A مساویس با آر حالا از قضیه هیت کمک میگیرم برای اینکه اون رابطه بالا رو نرمال کنم خب من رابطه بالا رو یه دقیقه بیارمش پایین شروع کنیم نرمال کردن وایسیت ببینم نه 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 اینجوری بود اره. کپی خب اینا رو هم پاک کنیم این قرمزه اینجا بود این قرمزه اینجا بود این سبزه هم اینجا بود درسته؟ خلاص. حالا من میخوام این رابطه ای این رابطه فرس بود دیگه درسته؟ اسم رابطه هم فرس بود میخوام رابطه فرس رو بنابر قضیه هیت ارزم به خدمتون تجزیه کنم درست میشم تجزیه کنم تا رابطه های حاصل تو ان اف باشد چون الان فرست تو ان اف نیست بریم تو ان افش کنیم خب بابا جان توی رابطه مگه ما الان نداریم اس میدهد سی تی اس نامبر میدهد استیتوس قضیه هیچی میگو میگو اگه آ میدهد بی بیا اون آبی رو یه ریلیشن کن خب باقی هر چیمون با خود آب ببر یه ریلیشن دیگه خب من همین کارو میکنم دیگه اس و سی تی رو میکنم یه ریلیشن منتها چون اس تی اس تو هم اف داره میکنم تو همون ریلیشن یعنی یه ریلیشن درست میکنم به اسم ارزم به خدمتتون سکند میگم اس نامبر و سی تی و استیتوس این اینا رو میارم این تو بنابر هیت دیگه اسم میده از سیتی اسم نمبر میده باقی رو توی یه ریلیشن دیگه نگه میدارم اسمش رو میذارم اس پی کیو اس و پی نمبر و کیو تی وای پس ببین من بنا قضیه هیت این کارو کردم هیچ چی میگفت اگر ا میدهد بی آبی بی رو بکن یه ریلیشن هر چی مون دو با خود ا یه ریلیشن دیگه بکن منم هم همین کارو دارم میکنم اس نمبر میده از کردمش توی یه ریلیشن چون همین اس بره با استیتوس افتی داره سیتیه هم باهاش افتی داره و حتی اگر سی باهاش افتی نداشت بازم ورمش تو سکن بازم ورمش تو سکن هیچ ایبی نداره اثباتش رو میتونم بهتون بگم منطقی مرتب بعد اجازه بدید اون قضایه آرمسترانگ رو بهتون بگم اونجا ما یه ای داریم اسم یونین یونین چی میگه؟ یونین میگه ایف من یه ریلیشن داشته باشم او بی و سی خب فرض کن من یه ریلیشن دارم به اسم او بی و آر با او بی و سی ایف او به دهد بی اند اند اونا درست کنیم بابا اند او به دهد سی دن بنابرای قضیه یونین آ میدهد بی سی اثبات نمی کنم. ولی اینو تو ذهنت داشته باش که بعدا آرمسترانگ رو کامل گفتم یه این یکیش اینه یکیش هم ترانزیتیویتی بود که گفتم قضیه یونیه میگه اگر آ با b افتی داشت و آ با سی افتی داشت آنگاه آ با بی سی افتی داره حالا سوال اس با سی تی. حالا بحث من اینه الان اس با سی تی افتی داره اس با استیتوس هم افتی داره پس بنابر یونین میتونم بگم اس با سی تی و استیتوس خدا کنه جا بشه افتی داره حالا حالا هیچ چی میگفت میگفت آقا اون اونایی که با هم افتی دارن نگاه کن آمیده حد بی اس میده سیتی استیتوس او بکن یه ریلیشن هر چی مو به علاوه یا آ رو بکن یه ریلیشن دیگه تمام شد و رفت من همین کارو کردم اس و سیتی و استیتوس برم تو یه ریلیشن اس سیتی استیتوس باسه بود از یونین و اینا همش ریاضی ببین همش ریاضی و هر چی موند یعنی کیوتی وای رو به علاوه چی کیوتی وای و پیو به علاوه چی اون آه آه من اینجا اسه اس بره پس کیوتی وای و پیو که مونده به علاوه این آه که اینجا میشه اس ببر بکن یه ریلیشن اس پی کیوتی وای منم همین کار کردم خب حالا من که تجزیه کردم اینو اوه اوه چرا یونیون پاک کردم خب این کارو کردم درسته حالا اول دایگراماشونو بکشم اف خب اس نامبر با پی کلید این رابطه زیرشون هم خط قیمز بکشم که بفهمید میدهد کیو وای اینجا هم اس نامبر که کلید ماست میدهد سی تی سی تی هم میدهد استیتوس اس نمبر هم میدهد خب حالا یکی ممکنه بپرسه چرا اس کلیده تو قبلی فهمیدیم خب اس نمبر پی نمبر کلید بود رو چه حساب تو ریلیشن جدیده سکند گفتی اس کلیده بگو به ما بگو منم میگم چشم تعریف کلید کاندید این است یادتونه میگفتم آقا اون کلید کاندید که اشتباه هم بهش میگن کلید اصلی پرایمری تعریف ریاضی داره اینجاست تعریفش تعریف کلید کاندید میگم صفت یا مجموع صفاتی که با تمامی اتریبیوت های رابطه خودش افتی داشته باشد کلید کاندید است حتی این مجموع استفاد زیرش یه مینیموم اضافه میکنم بعدا توضیح میدم این مینیموم چیه مینیمال مینیمال الان منو نگاه کن اس اینجا اس اینجا مگه با سیتی افتی نداره مگه با استیتوس افتی نداره پس اس یه اتریبیوته یه صفته که با تمام اتریبیوت های رابطه ای سکن افتی داره طبق تعریفی که من نوشم کلید کاندیده برای همین گفتم اس کلید کاندیده اس او پی هم با کیوتی و وای افتی داره یعنی با تمام اتریبیوت های رابطه افتی داره پس اس او پی هم کلید کاندیده حالا تو به من بگو سطح نرمال رابطه ای اینا چیه وان ان اف چه هست چون قرارداد کرده تو ان اف چطور هست چرا اینجا که کلید من ترکیبیه اس او پی ناشی کلید اف اف دیه. قبول داری این اف افتیه؟ چون اس نمبر با کیو تی وای افتی نداره پی نمبر هم با کیو تی وای افتی نداره یعنی من پارشل دیپندنسی ندارم جزء کلید به غیر کلید ندارم پس این سکند نورمال فرم است سکند چطور؟ این هم سکند نورمال فرم هست چطور؟ کلید یا اینجا چی گفتم؟ اینجا اینجا فولی فانکشن گفتم اگر کلید کاندی ترکیبی بود ویرگول هر اتفاقی بیفته حالا من به شما میگم اگر کلید کاندی ترکیبی نبود هر چی بعد ویرگول درسته یعنی فولی فانکشنال دیپندنسی هست اینو بهش میگن انتفاع مقدم قضیه منطقه تو ریاضیات گسست نمیخوام اینجا بحثشو بکنم خب مثلا ما اگه اینجا داشته باشیم آ میدهد بی جدول درستی برای این میکشن دیگه خب آ آم. ایمپلایز بی آ میدهد بی جدول درستی که براش میکشن چی میشه میشه که این یعنی چی؟ یعنی این اگر آ آنگاه به یعنی اگر آ درست باشه آنگاه به هم درست بعد جدول درستی که براش میکشن اینجوری میشه ترو 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 false false ترو الزم به خدمتت فالس فالس خب بعد اینجا آ میدد بی اگر این دوتا جفتشون ترو باشن تروه اگر این درست باشه این غلط که نمیشه شما میگیم اگر به آنگاه بی پس این فالس میشه اما اگر آ غلط بود انتفاع مقدم ما اصلا به این قصه دیگه مقدم انتفاع هم یعنی فالس اگر آم فالس بود آنگاه این تو روه این هم اینم این هم همینه دیگه میگه چی اگر کلید کاندید اگر کلید اگر کلید کاندید ترکیبی بود آنگاه خب حالا این میشه مقدم مقدم نفی بشه کل رابطه درست بی خیال منطقه دیگه بعضی اون تو ریاضی گسسته بهتون میگفتم منم تو آزمایشگاه دیتابیس یه وایدی نمیتونم کل درست که با یاد میگرفتید و بگم ولی این مال اونایی که میگفتن ریاضیات کجا به درد ما میخوره ما فقط سمی کالن دیدیم ما فقط ایف و وایل و الس دیدیم اینجا به درد میخوره عزیز دلم هر وقت کلی تکی بود قطعا تمام افتی های ناشی ازش افتیه اف خوبه یه جمله گفتم بهت برو شده ببر پس پس بنویسم نکته هرگاه کلید کاندید اتمیک بود تکی بود آنگاه ای بابا پیدشن. آنگاه تمام افتی های ناشی از آن FFD است چرا چون اصلا دیگه جزء کلیدی نیست که بخواد کارو خراب بکنه چون اصلا دیگه پارشال دیپندنسی وجود نداره پارشال دیپندنسی چی بود که اف اف رو خراب میکرد جز کلید به غیر کلید تو جز کلید میبینی تو رابطه سکند من که نمیبینم برای همینه که اگر کلید تکی بود خب قطعا ما همه اف تی ناشی کلیدمون چیه فولی فانکشنال دیپندنسی اما اگر کلید ترکیبی بود مثل اینجا باید چک کنیم که چک کردیم اس نمبر با کیوتی وای اف نداره پی هم با کیوتی وای نداره پس هم این هم این جفتشون تو سطح سکن نورمال فوم هستن پس من یه رابطه فرس داشتم تبدیل کردم به اس پی کیو جفتشون هم تو سطح دو نورمال هستن یه نکته دیگه هم بگم حالشو رو ببرید خب پس حالا یه سوال سوال بذار اول سوال بپرسم بعد نکته بگم من گفتم اگر کلید تکی بود تمام افتیای ناشی از اون اففتیه و گفتم اگر رابطه ای تمام افتیای ناشی از کلیدش افتی باشه تو انفه یه نتیجه به من بگو آ نتیجه چیه اگر کلید کاندید رابطه آر اتمیک بود آنگاه رابطه R در سطح نرمال دو قرار دارد پس یعنی هر وقت کلید تو یک صفته بود تکی بود اتمیک بود هیچی رو چک نکن با خیال راحت بگو تو NF. این رابطه سکند نرمال فرم هست تو NF هست اما اگه ترکیبی بود باید بری سراغ این قصه هایی که بهت گفتم خب من حالا پاز میکنم رابطه سکند و اسپیکیو رو دیتا آیتماش رو توش مینویسم بنابر تجزیه که انجام میدیم و حالا اون موقع شما بیا اون سه تا کوئری که میخواستم بزنم معضل داشتیم اونا رو بیا راجعش با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم معضلات ما رفع شد یا نه پس من یه دقیقه پاز کنم خب دوستان من اینا رو نوشتم با هم بررسی بکنیم ببینید ما جدول فرست رو شکوندیم به و اسپیکیو خب فروشگاه S1 تو لندن با وضعیت 20، S2 تو پاریس با وضعیت 10، S3 تو پاریس با وضعیت 10، S4 تو لندن با وضعیت 20. SPQ مون هم سر جاشه دیگه. S1 P1 300 S1 تا P6 شد سپلای میکنه S2 هم این دوتا رو سپلای میکرد S3 هم این رو سپلای میکرد S4 هم این رو سپلای میکرد خب اون سوالاتی که اون بالا نوشته بودم گفتیم اینا کوئری ها رو پاس کنیم بعد ببینیم که آیا به مشکل میخوریم یا نه حالا میخوایم این سوالا رو بریم یکی یکی انجام بدیم میگه فروشگاه S5 در شهر تهران با وضعیت ده افتتاح میشه خب کاری نداره من اینجا میزنم S5 ده تهران پس S5 ده تهران رو تونستم وارد کنم و مشکل این زرژن آنومالی نداشتم فروشگاه S3 قطعه P2 را تمام میکنن و دیگر این قطعه را عرضه نمیکنه خب شما فرض کن من بیام این سطر رو الان حذف کنم هیچ مشکلی وجود نمیاد این سطح کامل هضم میشه و من اطلاعات فروشگاه استر رو اینجا دارم تو جدول سکن اگه یه وقت مثلا بخوام بپرسم فروشگاه شهر پاریس رو کن، و لیس اس هم داخلش میاد و آخرین فروشگاه اس از شهر لندن به شهر پاریس منتقل شود اینا اس از شهر لندن میره پاریس این یه دونه فقط عوض میشه و این میشه پاریس رو هیچ مشکلی پیش نمیاد یعنی اون سه تا موزلی که ما داشیمو. تونستیم با ریاضیات یه سلوشینی پیدا بکنیم که اون دیزاین به یک دیزاین بهتری تبدیل بشه و اون سه آنومالی از بین بره و به اصطلاح دیزاینمون نرمال تر بشه اصطلاحی که آقای دیت به کار برده فردر هست اوکی خب حالا ببین این سوالم تو ذهن مطرح میشه ممکنه بگی من خب از اول میتونستم اینجوری دیزاین کنم میگم اوکی دمت یم اگه میتونستی از اول اینجوری دیزاین بکنی یعنی تو اگه از اول میدونستی که این دو جدول رو اینجوری بیاری جلو و اینجوری جداول رو اسکیما بکنی اسکیمای جدول رو اینطور مشخص بکنی دمت گم ولی خب الان خیالمو راحت دیگه ما با ریاضیات چک میکردیم اون موقع هم که تو این کارو میکردی یعنی همون اول بداه این دو تا جدول میذاشی وسط ما با ریاضیات بررسیش میکردیم کمان که آقای دیت این کارو کرد آقای دیت من اول گفت من رفتم همه سناریو رو خوندم همه صفات رو کردم یه جدول گفتم این جدول پیشنهادی من این دیتابیس پیشنهادی منه داریم با ریاضیات بررسیش میکنیم خب ممکنه شما فکر که کار تمومه و دیگه الان هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت سخت در شوید ما سه تا سوال دیگه مطرح میکنیم وضعیت شهر روم سی میباشد خب من یعنی باید یه شهر اضافه بکنم به اسم روم که سیتوسش سیه یعنی یه چنین چیزی روم C نال آیا میتونم این کارو بکنم؟ خیر اس یک اینجا کلید کاندیده و نمیتونم نال وارد بکنم پس انزرژن آنومالی سوال دوم فروشگاه اس 5 بسته شد خب من الان بیام فروشگاه اس 5 درش رو ببندم و این سطر رو حذف کنم با سطر این هست اطلاعاتی که راجع به شهر تهران و استیتوسش داشتم و عدست میدم یعنی موقعی که میخوام راجع به استیتوس شهر تهران کوئری بدم خروجی هیچی نمیاد نال میاد چرا میگه اصلا ما شهری به اسم تهران نداریم در صورتی که ما داریم وضعیتش هم دهه. ولی چون اسپنچ پاک شد این دو تا دیتا آیتم هم از دست رفت پس دیلیژن آنومالی هنوز هست به شکل دیگری نرمالتر شد و خیلی بهتر شد حداقل اون معضلات قبلی رو دیگه نداریم ولی هنوز جای کار داره و آخری وضعیت شهر لندن به 25 تغییر کند من الان اگه بخوام لندن رو بکنم 25 دو تا سطر رو بس آپدیت بکنم پس همچنان پروپگیشن اپ تو دیت باش خب برای که این ویدیو دیگه بیشتر از اینی که طولانی شده طولانی تر نشه من بحثم هم اینجا خاتمه میدم توی ویدئوی بعدی که روی همین پی دی اف ضبط می‌کنم سعی می‌کنیم سطح نرمال بعدی یعنی تری رو بفهمیم بریم مثلا بفهمیم چه, چه چیزی باعث شده که این آنومالی ها به وجود بیاد یعنی آنومالی بهش میگن نورمال وایولیشن یعنی چه چیزی منجر به این شده که این سطح نرمال یعنی سطح نرمال 100 دست بره اونو پیداش کنیم و سولوشن بدیم که چطور رفش کنیم و ریلیشن یک سطح تر بکنی یعنی ببریم سطح سه تا دیگه این موزلاتی که الان داریم وجود نداشته باشه جلسه بعد با جلسه پایانی که رو بحث ریلیشنال تئوری داریم بعد من سعی می‌کنم تو یه جلسه یا نهایتاً دو جلسه دیگه ای آر هم تموم کنم یه جلسه بعدش زب می‌کنیم که یه پروسس مدل توضیح بدیم که ما چطور بتونیم یک دیتابیس از 0 تا 100 با توجه به تمام مفاهیمی که تو ریلیشنال تئوری گفتم و تو ای آردی میگم انجام بدیم بعد از اونم بحث کوئری نویسی رو شروع می‌کنیم فکر کنم این تم نرسیم اون بحث آخری که داشتیم یعنی بحثی که روی ایمپلیمنتیشن DBMs ها بود رو به شما بگیم یعنی درس بدیم به خاطر اینکه من احساس میکنم حجم ویدیوها زیاد میشه با توجه به اینکه نزدیک به ترم هست و شما اذیت میشید و اینا نمیکنیم اون دیگه احتمالا بذاریمش کنار و فقط همین مبحث دیتابیس دیزاین و دیتابیس کوئری دادن رو به شما آموزش بدیم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که همیشه و همه وقت در سلامت کامل باشید فعلا خدا نگهدار